با درود فراوان خدا رو شکر میکنیم برای یک فرصت دیگه خداوند به ما عزیزان داد تا بتونیم شما عزیزان رو خدمت کنیم و خدا رو شکر میکنیم برای حضور خداوند در زندگی تک تک شما عزیزان که با اشتیاق در حضور خداوند دارید، همچنان با قوت رشد میکنید و پیش میرید و خدا رو شکر میکنم که چقدر واقعا مسیج داشتم از شما. ممنونم، تشکر میکنم از محبتتون و خدا رو شکر میکنیم که تمام اینها به خاطر جلال عیسی مسیح. واقعا آنچه که داریم برای عیسی مسیح، برای فرزندانش که بتونن در ایمان استوار بشن، بنا بشن، و خدا رو شکر میکنیم. هرچند مشکلات فنی پیش میاد، گایقات مجبوریم، صداها گایقات بالا پایین میشه، اینه که ما رو ببخشید به خاطر اینکه گایقات اشکال فنی پیش میاد، مجبوریم که یه مقدار وسط برنامه به صداها نگاه بکنیم ببینیم همه چیز اوکی هست یا نه. اینه که خیلی حساس این برنامه به خاطر اینکه واقعا حواسمون باید هم به کلام خدا باشه، هم به شما، هم به بتونیم به تصویر نگاه کنیم ببینیم همه چیز اوکیه. و خدا رو شکر که بچه هم کمک میکنن، عزیزان هستن که واقعا از بعضی هستن که در پشت این دوربین کار میکنن و خدا رو شکر برای اشتیاق که عزیزان دارن و خدا رو شکر میکنیم برای امیدی که در خداوند داریم که میتونه خداوند زندگی های ما رو تبدیل کنه، عوض کنه. و اینه که دیروز اشاره کردم که سوالایی که دارید رو بفرستید به این شماره که اینجا هست که بذارم که ببینید، به این شماره خواهرم صدا برای من سوالای شما رو میفرسته، روی همون واتساپ برای من میفرسته که من ببینم هر کی هر سوالی که دارید از کلام خداوند میتونید پیام بدید. برای خدا رو شکر میکنیم برای روزهایی که در حضور خداوند داریم و پیش روی ماست. اینه که ما نجات رو داریم و اینه که ترس از آینده نداریم، ترس از فردا نداریم، زیرا خداوند در زندگی همه ما داره کار میکنه با بهترین موقعیت ها و فرصت هایی که به ما خواهد داد که بتونیم در ایمانمون استوار بشیم، بنا بشیم و همچنان نام خداوند رو جلال بدیم. آره، دکمه ضبطون زدم که دوباره موعظه گوش نکنید. آره، همه چیز اوکیه و خدا رو شکر. یه مقدار صدا هم فکر کنم یه مقدار بالاست، اونو بیارم پایین تر. چون یک دست باید، یه دست اسلحه، یک دست چی، بتونیم کلام خدا رو اعلام کنیم و یه طرف هم صدا رو که شما صدا اذیت نشید دیگه. اوکی، خب خدا رو شکر. خب دعا کنیم. خدای پدر، ممنونتم برای حضور پرفیض تو، برای محبت های تو که عظیم است. خادمت را مس کن و این برنامه را به دستای تو میسپارم ای خداوند. از همین ابتدا با قلب های عزیزان صحبت بکن و با وسیله کلامت بگذار این کلام تو خداوند در دل های عزیزان بنشینه و در تو ایمان بیارن، رشد کنن و ثمر بیارن، شاگرد بشن ای خداوند. ممنونتم، فرصتمون رو به دستای تو میسپاریم، در نام عیسی مسیح میطلبیم، آمین. خدا رو شکر. چقدر واقعا زیباست کلام خداوند که تمامی نداره و هر چقدر در کلام خدا ما عمیق بشیم، هر چقدر به خداوند بچسبیم، زندگی ما در خداوند بیشتر زیباتر میشه. وقتی با خداوند همگام میشیم، راه میریم با روح خداوند، بعد میبینیم که چقدر واقعا زندگی شیرینه. همین زندگی که میگیم خیلی برای ما سخته، ولی وقتی به کلام خدا نگاه میکنیم که خیلی اوقات فکر میکنیم که خدا ما رو دوست نداره، خدا با ما قهر کرده و
خدای بیرحمیه، اصلا به فکر کسی رو که خلق کرده اصلا به فکرش نیست. خیلی اوقات اینجوری فکر میکنیم، خیلی اوقات خدا رو محکوم میکنیم. نه، اینه که خیلی مهمه که ما بدونیم واقعا این خدای مهربون، این خدایی که پر از عشق است. به چشمان باز شد این نوام گاهی که دستاش میاره میزنه به اینا کردم به همه جا، باید تمام به اینا که من رو تار میکنه. روزی ده بار باید بشوریم به اینا. خدا رو شکر که خداوند ما خدای عشقه، خدایی هست که ما رو دوست داره، مثل یک مادری که بچهش رو دوست داره، تمام وجودش رو برای بچهش میذاره، حتی اگر گرسنه بخوابه نمیذاره بچهش گرسنگی بکشه، بلکه اونها رو بچهاش رو سیر میکنه. من یادم مادرم اول به ما میداد، بعد آخر سر از همه بر خودش یک گوشه از چیزی میمون میگیره. خیلی اوقات واقعا محبت رو آدم در عمل وقتی میبینه توی زندگی، بعد میفهمه واقعا محبت چقدر عمیقه، چقدر مثل یک آبیه که برای تشنه، وقتی که واقعا یه نفر خیلی تشنه است یه آب بهش میدی آرام میشه. دیدی بعضیا عصبانی میشن یا واقعا استرس دارن بهش آب میدن، آب میخوره و یه ذره میگه نفس تازه کن. خدای ما هم خدایی است که به ما تسلی میده. عیسی مسیح هم خدای تسلیه که به ما این قوت رو میبخشه که در حضور او بتونیم در آرامش خداوند پیش بریم و نام او رو جلال بدیم. عنوان مثلا من هست عشق خدا. واقعا چقدر مهمه که ما بدونیم که این عشق که ما اومده به خاطر این که ما رو نجات بده، این همه زجر کشید، این همه خودش رو تحت فشار قرار داد در بیابان و آنچه که برای ما انسانها اتفاق میفته رو، عیسی مسیح این راه رو پیمود. و این نیست که عیسی مسیح این راه رو نرفته باشه و ما بگیم خب این خدایی که در آسمان ها نشسته و جایش هم گرمه بعد به فکر فرزندانش نیست، ما نمیدونیم که ما اینجا چی دارم میکشم. ولی در کتاب مقدس بارها راجع به عشق و محبت خدا صحبت شده و خیلی صحبت های شیرینی در کلام خدا میاد. و اینه که در این 66 کتابی که نوشته شده، هیچ کدام به قدرت یک عشق عمیق و نزدیک به خدا رو صحبت نکرده. پس و امروز میخواییم غزل غزلها رو که بهتون قول دادم، غزل غزلها یک عشقیه که بین محبوب و محبوب است که میتونه واقعا نشون میده که اون خدایی که ما رو اینقدر دوست داره چقدر برای ما ارزش قائله. این کتاب در قلب کتاب مقدس قرار گرفته، در وسط، در قلب کلام خدا. و اینه که این کلام اون عشق رو نشون میده که چقدر این خدای زنده ما رو دوست داره. و سلیمان به معنی صاحب سلامتی و صلح و آرامش. و عیسی مسیح دیدی میگفت بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم داد. پس اینجا سلیمان گفتیم به معنی صاحب سلامتی و صلح و آرامش. در قدیم داماد وقتی میخواست بره خواستگاری عروس رو انتخاب میکرد. و اینه که وقتی در اون قدیم پسری پس ما عاشق دختری میشد، میرفت اون دختر رو میدید، بعد اون رو علامت میذاشت که این دختر رو میخوام، بعد میامد خواستگاریش، بعد میامدن مثلا اون رو که انتخاب کردن دیگه برای زن آینده. بعد این پسر میرفت بعد پدر، تا اون زمان پدر چیکار میکرد؟ اون احتیاجات اون پسر و عروسش رو آماده میکرد. و عیسی مسیحاتون هست وقتی میرفت گفت میروم بر شما مکانی آماده کنم، برمیگردم شما رو با خودم میبرم. پس امروز میخواییم راجب عروس صحبت کنیم، راجب داماد صحبت کنیم، راجب عشقی که خدا نسبت به
فرزندانش داره و اینه که عروس باید خودش رو آماده میکرد تا زمان بازگشت داماد، یعنی پخت و پز رو بهش یاد میدادن چطوری شوهرداری بکنه و چطور خودش رو پاک نگه داره و عروس دائما در اون فرصتی که داماد تا برگرده خودش رو آماده میکرد. در یوحنا باب 3 آیه 29 کلام خدا میگه کسی که عروس دارد داماد است، اما دوست داماد که ایستاده آواز او را میشنود از آواز داماد بسیار خوشنود میگردد، پس این خوشی من کامل گردید. عیسی مسیح کلیسا رو انتخاب کرد، فرزندانش رو، این عروس که روی زمین هست. الان اگر میبینید که خداوند داره تحمل میکنه و داره تحمل میکنه به خاطر اینه که عروسش الان روی زمینه، درسته؟ و این عروس باید تا برگرده عروسش رو با خودش ببره و مسیح گفت میره و مکانی آماده میکنم، برمیگردم شما رو با خودم میبرم. و اینه که مسیح گفت من و پدر یک هستیم، از نظر روح خداوند یکی هستن که روح خدا درش هست. بعضی در این باورن که به نجات یافتیم و از دست نمیدیم که نجات رو داریم، با خون مسیح شسته شدیم و هر کاری دل ما بخواد انجام میدیم، آزادیم دیگه، نجات رو داریم. ولی اینطور نیست. در مسیحیت کلام خدا به ما بارها بارها هشدار داده که مواظب باشیم که مبادا، میگه تاج تو رو کسی بدوزه، کسی نجات تو رو بدوزه، شادی تو رو بدوزه. پس خیلی مهمه که ما بدونیم. این مثال دباکره تو متی باب 25 آیه 1 اونجا اشاره میکنه، بعد میگه هر 10 تا باکره پاک بودن. این ده باکره که داره میگه، میگه هر 10 تا باکره پاک بودن، با خون مسیح شسته شده بودن. پس اینه که راجب 10 تا باکره داره صحبت میکنه. خوب گوش کنید، وقتی ما کلامو میخونیم به این مثال میرسیم، ده باکره، این ده باکره همه با خون مسیح شسته شدن، همه نجات داشتن. بعد هر 10 تا مشعل داشتن، سمبل ایمان، ایمان داشتن به عیسی مسیح. این راجب بی ایمان صحبت نمیکنه، راجب ایماندار صحبت میکنه. بعد میگه هر 10 تا روغن نیز داشتن، روغن هم داشتن، از روح القدس پر بودن. بعد ولی دانایان، دانایان میگه روغن اضافه با خود در ظروف برداشته بودن. روغن اضافه، روغن گفتیم سمبل روح القدس، درسته؟ اینه که ما خونه ها رو تقدیس میکنیم، با روغن زیتون انگشت میزنیم تقدیس میکنیم، این سمبوله. و بعد اینه که دانایان یه روغن اضافه داشتن، ولی نادانان میگه روغن اضافه نداشتن، روغن داشتن ولی روغن اضافه نداشتن. نادانان فقط مشعل گرفتند و بس، مشعل رو گرفتند، ایمان رو داریم، حالا روح خدا رو هم داریم، حالا ایستادیم منتظر دامادیم. خداوند هدیه خود را پس نمیگیره. خدا نجات ما میده، نجاتش رو پس نمیگیره، ما ایم که پس میدیم. شما دیدید وقتی یه جا یه کارتی میاد، عروسی که میدید، اکثرتون عروسی رفتید، براتون کارتی میاد، یه کارت کوچولو هم توش هست که آیا میایید، چند نفرید و بگی یس یا نو. خب اینو دوباره پستش میکنی که اون داماد بدونه که شما تو این جشن میایید یا نمیایید، ولی صندلیش هست، عروسی انجام میشه. و این نادانان هم همین، نادانان هم اون کارت عروسی رو چیکار کردن؟ به صلا امضا نکردن که بفرستن. و بعد وقتی ارزش ندونن، کسی که ارزش اون جشن رو ندونه و ندونه که واقعا در این جشن بره که برای خدای پدر خیلی ارزش داره، چون این جشن رو داره میگیره برای نجات، اونایی که نجات یافتن،
اونایی که با خون مسیح شسته شدن، جامه‌های سفید به اونها داده شده. پس این عروس باید آماده باشه، این عروس باید پاک باشه. و خداوند در این غزل غزل‌ها اگر ما می‌خوایم مقایسه کنیم، توی مزمور 45 میگه ای دختر، میگه ای دختر خانه پدری خود را ترک کن و به شوهر خود بپیوند. ای دختر خانه پدری خود را ترک کن به شوهر خود بپیوند. خب ما وقتی از این دنیا وقتی ایمان میاریم، توبه میکنیم، برمیگردیم، میچسبیم به عیسی مسیح، درسته؟ عیسی مسیح هم با هر کی به من میخواد ایمان بیاره، باید پدر، مادر، خواهر، همه رو باید ترک کنه، خب بیاد منو انتخاب کنه. پس خیلی مهمه که در زندگی وقتی ما ایمان میاریم، بعد میگه او من ایمان بیارم، الان مادرم میگه من تو رو دوست ندارم، پس من نه مسیح نمیشم، من این دعوت رو رد میکنم. خدای ما داره دعوت میکنه. هر مسیح هم گفت، گفت هر کی میخواد پدر، مادر، زن، بچه، نوه، هر چی که تو زندگی داری بیش از من دوست داشته باشه، لایق من نیست. و هر کس اگه شروع کرد به شخ زدن، به سمت جلو داره میره، به عقب بخواد برگرده، میگه لایق من نیست. یعنی به مصر، به گناه، به دنیا، به گذشته بخوای برگردی، بخوای بیای بگی آه یادش بخیر اونجا خیلی اون زمان چه دورانی داشتیم، با جوانا با دوستا میرفتیم، صفایی میکردیم، به عقب برگردی، میگه لایق من نیست. داماد که سلیمان باشد، اولین عشق او به نام شونومی بود. اسم عشق شونومی بود. محبوب اشاره میکنه به مسیح، اون محبوب عیسی مسیح. و عروس شونومیه، کلیساست، که کلیسا برای خداوند خیلی ارزش داره. و سومین دختران اورشلیم که رابطه ضعیفتری دارن، ایماندارانی که تازه ایمان آوردن، هنوز ضعیفن، هنوز اون ارتباط عاشقانه رو ندارن. پس اینه که صدای دیگه از راجب داماد میاد که نه عروس، اون روح القدس که یه چیزی میگه، یه صدایی میاد، یه نسیمی میاد، اون صدای روح القدسه. و اینه که تقسیم بندی کتاب غزل‌ها به دو قسمت تقسیم میشه، به دو قسمت این کتاب تقسیم میشه. یکیش شروعش اینه که عاشق شدن و بعد به هم پیوستن. پس اول شخصی که واسه کن یک دختری رو دوست داره، اول عاشقش میشه، بعد میپیوندن به هم دیگه، با هم زندگی میکنن، میشن یکی. و اینه که دوم وسعت، سختی به خاطر عشق. حالا نمیدونم چند نفر از شما عاشق شدید و در سختی عشق، خیلی اونایی که چشیدن میدونن که عشق خیلی سختی هم داره. به خاطر عشقت باید خیلی چیزها رو تحمل کنی، باید خیلی چیزها رو باید بریزی دور، خیلی چیزها رو باید فراموش کنی، فقط به عشقت فکر کنی. و اینه که خداوند میخواد که ما با تمامی دل، با تمامی جانمون به او فکر کنیم و به اون محبوب، به اون کسی که ما رو دوست داره و این داماد آسمانی. و اینجاست که پیغام اول مسیح این پیام رو برای مسیحیان میده به عنوان داماد آسمانی، که احتیاجاتشان را رفع بکنه. اینه که آزاد کنه از گناه. مسیح گفت ما احتیاجات ما رو رفع میکنه، نه کلام خدا میگه، میگه برای فردای خود ما اندیش، زیرا پدر آسمانی برای شما فکر میکنه. پس احتیاجات ما رو، اون چیزایی که لازم، نه اینکه هرچی که ما دل ما بخواد خدا بده. بعضی میگن خب حالا من ایمان آوردم خدا همه چیز به من بده، نه، خدا احتیاجات ما رو میرسونه، آنچه که لازم هست. و اینه که تا زمانی که رشد نکنی، تا زمانی که بالغ نشی. من یادم بچه‌ام وقتی میخواستم بزرگ بشن، همه چیز رو بهشون نمیدادم، نه ماشین بهشون میدادم، نه پول زیاد بهشون میدادم،
بلکه در اون نسل در هر سنی اون بچه احتیاج به یک راحتی هایی داره، طبق اون احتیاجاتش پدر مادر فکر میکنن برای بچه آماده میکنن و پدر آسمانی هم همینطور. و اینه که و همه برای این عروسی که پدر آسمانی میخواد بگه برای پسرش همه دعوت شدن و این بشارت رو باید کی بده؟ عروس باید بده. عروس باید بره کارت پخش کنه، عروس باید بره پس کن بگه عروسی منه و همه رو دوستاش و فامیلاش. و اینه که وقتی ما بشارت میدیم افراد بعضی ها رد میکنن، میگن نه ما نمیخواییم تو این نجات رو داشته باشیم، ما خودمون نجات داریم، ما خودمون آدم های خوبی هستیم، احتیاج به نجات نداریم. ولی میگی نه این ببین این کلام انقدر شیرینه، انقدر خوبه، حیات ابدی تو رو تضمین میکنه، من یافتم، خیلی عالیه. ولی اون دوستت، فامیلت، خواهرت، برادرت ردت میکنن. اگه تو مسیح بشی دیگه من برادر تو نیستم، خواهر تو نیستم، من مادر تو نیستم، تو کافر میشی. و اینها اونجاست که تو باید تصمیم بگیری، اونجاست که تو باید انتخاب بکنی که مسیر رو داشته باشی، ابدیت تو. در ابدیت تو میگن کسانی که از این دنیا میرن دیگه هر چی تو نماز بخونی و روزه بگیری و صدقه بدی و خودتو زخمی بکنی هیچ چیزی به مرده نمیرسه، تمام شد. تا زمانی که زنده است، مرد از این دنیا رفت دیگه پرونده بسته میشه، دیگه میره اون تو قسمت دیگه. بس اینه که خیلی مهمه که ما بشارت بدیم، افرادی که قبل از مرگ کلام خدا رو بشنون، نجات رو داشته باشن و حیات ابدی رو داشته باشن، تلف نشن. چون خیلی ها در من خیلی ها رو در دقیقای آخر ایمان آوردن، توبه کردن، نجات پیدا کردن. شخص 33 سال چیز بود، کمونیست بود، از خدا فرار میکرد، از اسم خدا بدش میامد. چرا؟ چون سختی دیده بود و تمام این دروغایی که شیطان به تو گوشش پر کرده بود که خدا تو رو اگه تو دوست داشت که تو سگدونی که نمیرفتی بخوابی، تفلک میرفت تو سگدونی میخوابید، بچه بود و یه زندگی بسیار سخت و تلخ، ولی خداوند نجاتش داد آخرین لحظات. اینه که بشارت خیلی مهمه که ما بشارت بدیم به افراد. و سوم، پتر میگه از طرف پدر ترتیب شده این جشن برای همه به شایستگی دعوت شدن. خدا دعوت کرده، دعوت کرده به این جشن بره، در این جشنی که میلیون ها نفر جمع میشن دعوت رو پذیرفتن، همه جامعه سفید پوشیدن و شادی میکنن و خداوند اونها رو، اونایی که شایسته این دعوت هستن، شایسته این جشن هستن، انتخاب میکنه. دعوت شدگان بسیارن، برگزیدگان کم. بس همه دعوت شدن ولی برگزیده نشدن. اینه که من میگم مسیحیت این نیست که ما دین ما رو عوض میکنیم، مسیحیت یک ارتباط زنده است که با خدا پیدا میکنیم، خدا رو تو زندگیمون داریم. و اینه که وقتی نجات پیدا میکنیم از گناهانمون، از دردها، رنجهایمون و خداوند رو جلال میدیم، صدا جان روی پیام آرامش بذار روی واتساپ که من بتونم سوالا رو یکی یکی ببینم. ممنونتم، خدا رو شکر. و اینه که مثالی که شخصی در این عروسی دعوت شده بود ولی میگه لباس عروسی برتن نداشت، اون جامعه جامعه عروسی نبود، وارد شده بود، ولی میگه صاحب مجلس میگه اومد او رو چیکار کرد؟ گوه عزیز جامعت کو،
من به تو اینجا همه جامعه سفید دارن، جامعه تو سیاهه. و میگه اونو چگاه کردن، مجلس بیرونش کردن. چرا؟ چون با گناه آلوده شده بود، نجاتو گرفته بود، ولی اونجا خردشو مسیح چسبید. اینه که عزیزان خیلی باید مراقب باشیم که لباسمونو آلوده نکنیم به زنا، به گناه، به دروغ، به شهوت، به افکاری که در این دنیا هست خودمونو آلوده نکنیم، بلکه واقعا بگذاریم خداوند در زندگی ما باشه، عیسی مسیح. و اینه که راجع به عشق و صمیمیت پیوند داره این کلام میگه. در این غزل ها فقط یک بار اسم یهوه اومده. این کتاب زمانی نوشته شده که سلیمان سالهای اول خدمتش بود، تازه شروع کرد به خدمت. شنومی اولین عشق سلیمان بود که این حس رو به جانب او داده بود که بعد از اون زنهای بسیار گرفت سلیمان. داستان شخصی که برای زنش همیشه یک گل می آورد هر روز و زنش گفت تو خسته نشدی این همه سال، 30 سال داری همطور داری گل میاری؟ گفت عشق من هیچ وقت سرد نمیشه، عشق من هیچ وقت کم نمیشه. وقتی عاشق مسیح باشی هیچ وقت عشقت کم نمیشه، هر روز عاشقتر میشه. اگه 40 سالم بگذره، 50 سالم بگذره، بیشتر عاشق عیسی مسیح میشی، بیشتر به عمق و وجود محبت خدا پی میبری. که اینه که اکثر مردان خدا 40 سال تازه میفهمن، او بعد از 40 سال تازه فهمیدن که خدا کیه، تازه فهمیدن محبت چیه، تازه فهمیدن بخشش چیه. وقتی ما عمیق میشیم مثل پولس. پولس چی میگه؟ میگه طفل بودم، مثل طفل فکر میکردم، وقتی مرد شدم چیزای طفلانه را کنار گذاشتم. اوائل ایمان پولس نگاه کنی میبینی پولس غیرت داشت، هی میخواست با غیرتش، با قوتش به پتروس میگفت، به این میگفت، به اون میگفت، ولی زمانی رسید دیگه خداوند هرچی درش کار کرد بعد دیگه بالغتر شد، عمیق‌تر شد. اینی که کلام وقتی میخونیم عزیزان میبینیم از تجربیات و افرادی که گذشتن، بالغ شدن، پخته شدن، در ایمان پخته شدن. و اینه که در مسیح عشق هیچ وقت کهنه نمیشه، همیشه تازه است. اینه که مسیح میگه هیچ چیز نمیتونه شما رو از من بگیر، نه سختی، نه گرسنگی، نه جنگ، نه قحطی، نه طوفان، نه هیچ چیز. چون خدا ما رو وقتی این عشق و محبتش رو در ما گذاشت، ما با تمامی دل باید خداوند رو محبت کنیم. اگر شما عزیزان وقتی هدیه میدید به خداوند، به تمامی دل وقتی میدی، اون برای خداوند خیلی ارزش داره. تا اینکه بخوای بگی چیکار کنم امروزم گرفتارم، حالا بیا اینم مثل صدقه میدن، یارو میگردن درستش میندازه، اصلا ندی بهتره. چون بخشنده خوش را، کسی که عاشق تمام عشقش رو دوست داره، بهتریناش رو برای عشقش بذاره، نه؟ چون عاشقه. این فقط همینطور نیست که واسه اون قیافش دیده، هیکلش دیده خوش اومد، نه، اون عاشقه. اون درون فکر و قلب و وجودش همش داره برای محبوبش فکر میکنه، برای عشقش داره فکر میکنه که این چقدر منو دوست داره. شما میبینم بعضی اوقات مسیج میدید، اول ناراحت میشید، این چه وضعشه، جوابم نداده، نمیدونم فلان نکرده، دیگه خسته شدم. یه 2 روز بعد میگذره، بعد ما میگیم آروم باش، چون میدونی آروم باش میشه، خوب میشه، درست میشه. 2 روز بعد کریستو گردی، خدا رو شو، هللویا، خداوند جواب داد.
چقدر خداوند من دوست داره، من فکر کردم منو فراموش کرد. نه، مگه میشه خدا فراموش کنه؟ مگه مادر بچه خودش رو فراموش نمیکنه؟ فراموش میکنه. نه، بعضیا میندازن تو آشغال محبتم، ولی میگه من شما رو فراموش نمیکنم. مگه میشه پدر آسمانی آدم فراموش کنه؟ اون محبت و عشق خدا داره به خاطر ما هاست عزیزان، به خاطر ایمانداراست، و الا مثل صدوم اموره تمام دنیا رو از بین میبرد. خدا هنوز میبینه یه سری هستن هنوز ایمان نیاوردن، داره تحمل میکنه، خدا داره صبر میکنه. اینه که خدا صبرش عجیب، تحملش زیاده. یک روز مثل هزار سال، هزار سال مثل یک روز. برای ما هزار سال خیلی سال خوبیه، هزار سال و، ولی برای خدا یه روز. میگن یه پشه یک دقیقه زنده است، یک دقیقه. تو این یک دقیقه هم بالغ میشه، هم ازدواج میکنه، بعد خانواده تشکیل میده و میمیره. تو هم یه دقیقه، برای اون یه دقیقه هزار ساله، برای اون یه دقیقه 80 سال، 100 ساله. و اگه ما بگیم یک دقیقه، بگه چیز نیست که. شما دیدید اونایی که بسکت بازی میکنن، اونو حرفه ای ها پس کن، میگه 3 ثانیه مونده، 4 ثانیه مونده، تو اون 4 ثانیه، اون 4 ثانیه رو داره. یومنی تو همون 1 ثانیه مونده توپ میندازه، میره تو بسکت، بعد میبینی برنده شده. وقت ارزش داره، نه؟ و کلام خدا میگه وقت رو دریابید. خدا رو شکر عزیزانی که جانهاشون رو در راه مسیح دادن، عاشقان، کسانی که عاشق بودن، کسانی که مسیح رو دوست داشتن، حاضر شدن جانشون رو در راه مسیح بدن. کسانی که عاشقن از مرگ نمیترسن، اینو من بهت بگم. اگه از مرگ هنوز میترسی، هنوز عاشق نشدی، هنوز مثل اون دختران اورشلیم، هنوز فعلا علاقه داری، دوست داری مسیح رو، نجاتم داری، از روح خدا هم پر شدی، ولی عاشق نشدی. عاشق از همه چی میگذره، عاشق شب و روز نداره، عاشق منتظر کلام خداست، عاشق دوست داره دهنش همجی بازه، همجی میچکه، فقط منتظره که بشنوه. مثل مریم میگه به پاهای مسیح نشسته بود، مرتا داشت میدوید این ون ور، چایی ببرین به مردم میدسید، ولی مریم داشت گوش میکرد، داشت از کلام خدا لذت میبود. مسیح چی گفت؟ مرتا چقدر اینقدر تو استرس داری، اینقدر میدوی، نصیب خوب و کی برد؟ مریم یه کلام رو داری میشنوه. امروز عشق تو کیه؟ عاشق کی هستی؟ عاشق مسیح هستی؟ عاشق شدن عزیزان اینجوری نیست که در یک دقیقه ببینی عاشق بشی، من دیگه عاشق شدم، دیگه عاشقم. نه، عاشق زمان میبره، صحبت میکنی، ارتباط داری باش، تلفن میزنی، نامه میدی، نمیدونم، نبینیش دلت تنگ میشه، برم فقط ببینمش. من عاشق شدم میدونم، حالا اونایی که میدونم خیلیاتون عاشق شدید. عاشق بیقراره، با هر چیزی گیرش بیاد میره به عشقش برسه ببینه. عشق اینه، عشق درونیه. خب این درونت اگر هنوز از مرگ میترسی، هنوز نمیدونی کجا داری میری، هنوز نمیدونی که بعد از مرگ آیا مسیح منو پذیرفته نپذیرفته، من عروس عیسی مسیح هستم نیستم، هنوز از شکی، شک نکن. اگه قلب تو به عیسی مسیح دادی، اگر ایمان آوردی به خداوند، با خون مسیح شسته شدی، شک نکن، عاشق بشو، باش شروع کن دعا کردن. بعضیاتون میگین که چطور دعا کنم، چه کلماتی ببرم که خداوند قبول بکنه.
علی جان از اسلام اومدید، اون آنچه که از اسلام در فکرتون هست، در ذهنتون نگه داشتید، همه رو بریزین تو آشغال، همه رو بریزین دور. دعای ارتباط زنده است. قربون صدقه خدا برو، قربونت برم، عاشقتم، منم میشینم همجی. خیلی راحت با خدا راز و نیاز کن، لذت ببر از حضور خداوند. میخوای گریه کنی گریه کن، شوق داری گریه کن، لذت ببر از حضور خدا. بذار حضور خدا، روح خدا وجود تو رو بگیره، اون ارتباط زنده رو، اون عشق رو، صمیمیت خودت رو با تمام دل خدا رو محبت کن. نه به خاطر این که بس کن بگن آه این پسر خوبیه، این دختر خوبیه، نه، به خاطر مسیح، به خاطر مسیح من حاضرم همه چیزمو بدم. اینه میگنش عاشق شدن. وقتی هر چی در خداوند جلو بری، دوست داری تمام زندگی تو بذاری. الان هر کس منو میبینه باور کنید، یعنی هر کس تو موقعیت من بود، تو این وضعیت با تجربه که بهتون بارها گفتم که آنچه که از نظر فنی بخوای من دارم، همه چیز خدا به من داده بود، همه چیز، ولی همه اینا رو به قول پولس میگه همه رو فضلش شمردم، همه ریختم دور. چون عشق خداوند یک چیز دیگه است، چون کلام خدا میگه گنج‌ها در آسمان بیاندوزید، روی زمین نداریم. گاهی اوقات میشه من خودم باور کن حتی هی وقت میذارم که بتونم تنظیم کنم خودمو، ولی خدای ما خدای غیوریه، خدایی که میبینه و ما رو، فرزندانش رو میدونه. کسانی که عاشق خدا هستن تمام زندگیشون مال عیسی مسیحه، ترس از مرگ ندارن، ترس از مالشون ندارن، ترس از آینده ندارن، ترس از یه لحظه بعدشون ندارن، چون میدونن که چشمانشون رو ببندن در حضور خدا باز خواهند کرد. خدا اگر یک لحظه، یک ثانیه، دو ثانیه، خدا به من نشون داد، من آسمان رو دیدم، پرستشم دیدم. اینایی که میگم عزیزان واقعا نه خالی بندی میکنم، نه اینکه بخوام خودم رو خیلی مقدس بدونم، نه، اینو از ته دلم دارم میگم. خدا آنچه که میخواستم به من داد، همیشه بر آرزوهای من جلو، یعنی همیشه جلو. و اینه که خداوند جلالش رو وقتی نشون بده، اگه دو ثانیه به شما نشون بده، باور کنید دیگه نمیخوای رو زمین باشی، انقدر بورینگ میشه برای شما، انقدر این زندگی براتون سخت میشه، هی آرزو میکنم خداوند منو ببر. دیدید بعضیا شهادت میدن که من نمیخواستم برگردم، انقدر خوب بود، انقدر زیبا بود، ولی توی این مسلمونا که میمیرن، از دنیا میرن، 99% خواب گل میبینن. ما مرده رو دیدیم، گل بود، سبزه بود، جاش خیلی خوب بود. مگه میشه کسی که ایمان نیاره، کسی که توبه نکنه به عیسی مسیح؟ مسیح گفت هیچ کس، اگر یک دونه پاهن میذاش که میگفت بعضیا میتونن، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. یعنی این قربانی که دیروز صحبتش رو کردیم، این مقدس، پاک، بی عیب، پسندیده خدا، و این قربانی فقط میتونه گناه بشر رو بپوشونه، پاک بسازه. هیچ قربانی نمیتونه ما را نزد پدر آسمانی ببره جز این که برگردیم، توبه کنیم از گناهانمون، در خاک و خاکستر توبه کنیم، بگیم خداوند ما را از بت‌پرستی و از این وضعیت ما را ببخش، نجاتمون بده.
برگردیم به آغوش عیسی مسیح، اون موقع خداوند جامعه سفید به تو میپوشونه و گناهان تو رو پاک میکنه. در ایوب باب 22 آیه 21 میگه: پس با او انس بگیر، سالم باش و به این مقدار نیکویی به تو خواهد رسید. وقتی با خداوند انس میگیری، وقتی به خداوند نزدیک میشی، عاشق میشی، میگه چیکار کن؟ با او انس بگیر، سالم باش، سلامتی خداوند میاد تو زندگیت، بعد به این مقدار نیکویی به تو خواهد رسید. وقتی عاشق میشی، نیکویی های خدا میاد، انقدر میریزه تو زندگی تو که گنجایش اون رو نخواهی داشت. در این کتاب یکی از سخت‌ترین کتاب مقدس است که خیلی درکش نمی کنن. یکی غزل‌ها، یکی مکاشفه رو، چون این اولین کتاب بعد از جامعه است. این کتاب سلیمان 3 کتاب نوشت، یکی امثال راجب حکمت میگه، بعد دوم جامعه راجب بتالت میگه، سوم غزل‌ها راجب عشق و نزدیکی به خدا که چقدر ارتباط ما با خدا باید اینقدر عمیق باشه، اینقدر حساس باشه. و اینه که سلیمان 3000 مثل گفت و 1005 غزل گفته است. در اول پادشاهان 4:32-33 میگه، در یک چیز میگه، در وصف سلیمان میگوید، یعنی کی؟ مسیح. و اینجاست که در کلوسیان باب 1 آیه 16 همه چیز به واسطه او آفریده شد و همه چیز برای او آفریده شد، کی؟ عیسی مسیح. در آیه اول غزل‌ها با این جلو بریم: مرا به بوسه های دهان خود ببوسد. چند بوسه داریم نه؟ یکی بوسه خیانت. دیدید بعضی ها میخواد یارو رو چش نداره ببینه، میره میبوسه، خیانت میکنه، بعد میگه براش. و یکی از شاگردان عیسی مسیح هم، اسقریوطی، اونم بوسه خیانت زد. اومد عیسی مسیح تو باغ جستیمانی به دشمنان چی گفت؟ گفت هر کی رو من ببوسم اونو بچسبید. و عیسی مسیح رو رفت بوسید و عیسی مسیح گفت با بوسه منو لو میدی. بوسه زن بدکاره. وقتی میبینیم مریم مجلیه وقتی میره در اونجا که شمعون بسلا او رو دعوت کرده بود، عیسی مسیح رو اونجا نشسته بودن، بعد چی شد؟ میگه اون زن وارد شد با اشکا، با توبه، زن بدکاره بود، ولی میگه اون اومد با اشکار افتاد رو پای عیسی مسیح. اون عطری که گرفته بود اونو باز کرد، ریخ رو پای عیسی مسیح و اون فضا رو از بوی عطر و با اشکار شروع کرد پای عیسی مسیح رو خشکاندن. این عشق، این برگشت، توبه حقیقی، پای عیسی مسیح رو بوسید. ما نیز پای عیسی مسیح رو باید ببوسیم که ما رو از گناه آزاد کرد، زناکاری و دروغ، فحشا، آنچه که در زندگی های تک تک ما بوده، اونها، از اونها ما رو آزاد کرد خداوند. و این زن آزاد شد و اونجا بود عیسی مسیح بهش گفت برو دیگه گناه نکن. و بعد بوسه پسر گم شده که پدر او را بوسید. وقتی گم میشیم در این دنیای گناه‌آلود، گم میشیم و این داستان رو، این عیسی مسیح این داستان رو میگه که پسر گم شده
همون کسانی هستیم که گم شدیم در این دنیای گناهالود. وقتی کلام خدا رو میشنویم، وقتی به خودمون میاییم که میبینیم که فقیر و واقعا هیچی نداریم تو زندگی ما، شهرت داریم، پول داریم، ولی از نظر روحانی، از نظر این که بخوایم روحی فخر خودمونو میبینیم که واقعا فقیریم، اونجاست شخص به خودش میاد و برمیگرده توبه میکنه. پسر گم شده همین کارو کرد، میگه به خودش اومد نایستاد بگه خب حالا من گناهکارم، همینجور در گناه خودم ادامه بدم و همینجور با غذای خوک ها، میگه خوراک خوک ها میخورد. نه، به خودش اومد، فکر کرد که در خانه پدر من غلامان هستن، کنیزان هستن، دارن کار میکنن، منم میرم مثل یه غلام، مثل یه کنیز در خدمت پدرم میشم. و میگه وقتی اومد از دور پدر او را دید، همچنان که پدر آسمانی منتظر شمایی که از گناهت برگردی، توبه کنی، برگردی به آغوش عیسی مسیح و خداوند تمامی گناهانت رو ببخشه، تو رو نجات بده، ابدیت تو رو تضمین بکنه، نه مثل محمد جهنم تو رو تضمین کنه، بلکه بهشت تو رو تضمین میکنه، به تو این امید رو میده که من این مهر رو با خونه مهر میکنم که تو مال من هستی. و اینجاست، و شراب سمبل خون مسیحه و میگه در غزل غزلها میگه چی؟ محبت تو از شراب نیکوتر است، یعنی عمق محبت مسیح رو داره میگه. شراب که میخوری سرت گرم بشه اینا، میگه اون عشقی که با مسیح داری، با خداوند میگذرونی، اون خیلی بالاتر از اون شرابه. و عطرهای تو بوی خوش دارد، عطرهای مسیح بوی خوش داره، نه؟ هر کس میبینه، میبینه این بوی عطر مسیح میاد، محبت مسیح میاد. شما دیدی یه نفر یه عطر میزنه رد میشه، بوش خوشبوی، آدم دنبالش هم میاد ببینیم بو چیه، از کجا گرفته اینو، بوی عطر مسیح. و یک عطر تا باز نشه نشکنه، بوی خوبی، بوی خودش رو نشون نمیده، نه؟ وقتی ما وقتی این عطر شکسته میشه، بوش تازه میاد بیرون، تازه اون فضا رو بو میگیره. و عیسی مسیح بر روی صلیب این عطر خوشبوی خداوند شکست و بویش همه جا رو گرفت، محبت مسیح، عشق مسیح. و تمام کلام خدا وقتی نگاه میکنی، مسیح محبت است، خدا محبت است، تمام راجع به عشق و محبت صحبت میکنه. و اینه که حالا بعضی از روی کلام میدوزن، میبرن برای خودشون یک فایلی درست میکنن، بعد میگن که آروم باش، فراموش کن، محبت کن، ولی کلام خدا تمام محبته، تمام راجب دشمن. کی؟ کدوم پادشاه گفت دشمن خود رو ببخش؟ ها؟ کدوم پادشاه؟ یک نمونه بیار که پادشاه بخشیده باشه دشمنانش ها، نه اینکه یه نفر بخشیده باشه بگه اونم بخشید، بخاطر اینکه حالا شاید بخاطر مقام یه جاش بود. ولی کلام خدا داره به ما اینو میده که مسیح داره عاشقه اون، حتی دشمنانش که بهش میخ زدن، داشتن از پایین میخندیدن، مسخرش میکردن، اگه تو خدایی خب بیا پایین، پسر خدایی بپر پایین، خدا نجات بده. مسیح نمیتونست این کارو بکنه، نمیتونست فوجی از لشکریان بیاره، فرشتگان بیاره، پدرشونو در بیاره. ولی باید این زجر رو، درد رو میکشید. در زمان روم وقتی گفتم شلاقاشون چند بود، بعد استخوناشون مثل ناخون پلنگ، دیدی اینجوریه، اینجوری بود، میبستن و وقتی میزدن گوشت رو میکن. این شلاق نیست که شما میخورید یا کمربند از پدرتون میخورید بگی آه این خیلی درد داره، نه،
اون گوشت رو میکند. و اینجا بود که به خاطر ما درد کشید، رنج کشید، و امروز اگر در حضور خداوند هستیم به خاطر نجات، به خاطر خون عیسی مسیح، که ما بتونیم در خداوند، در قوت او زورآور بشیم. آمین. ببینم همه چیز اوکیه؟ کجا رفتید؟ همه چیز خوبه؟ خداروشکر همه چیز خوب. خب حالا داره کلیسا میگه این عطر تو را میتونم حس کنم، انقدر نزدیک هست. وقتی ارتباط با خدا پیدا میکنی، وقتی نجات پیدا میکنی، وقتی میری در اون حضور خود را خدا. یادتونم مسیح وقتی روی پر صلیب بود، همین که جان داد، میگه پرده هیکل از بالا تا پایین دو تیکه شد، نه؟ اون ارتباطی که قبلا فقط کاهن میتونست بره نزدیک بشه، شفاعت بکنه، حالا این پرده پاره شد. خون مسیح ما را از هر گناه پاک میسازه. میتونی بگی آمین؟ خون عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک میسازه. و این پرده هیکل پاره شد، جدایی بین من و خداوند تموم شد. حالا من میتونم با خدا در ارتباط باشم، میتونم با خدای زنده هر چی که در درون دلم هست میتونم بهش بگم، میتونم قربون صدقش برم، میتونم اعتراض کنم بهش. مثل پدری که واسه بچه‌اش میان میگن پدر فرض کن چرا این کارو کردی، چرا اینو ندادی، پدر بهش میگه چرا؟ به وسیله روح القدس. دیگه این ارتباط رو با خدا داریم به وسیله روح خدا، به وسیله روح القدس به ما هشدار میده، به ما میگه، و فرزندان خدا میشن، نه؟ که فرزندان خدا به وسیله روح خدا هدایت میشن. پس روح خدا در ما هست، این آزادی رو داریم. دیگه شیطان اومده تو زندگیم، حالا نمیدونم دیو دارم ندارم، نمیدونم شیطان هست نیست. وقتی روح خدا میاد تاریکی میره کنار. پس اینه که عزیزان خودمونو در خداوند ضعیف نبینیم. اینو میگم به خاطر اینکه تکرار میکنم تو این گوشاتون قشنگ جا بیفته، چون انسان فراموشکاره. اگر یک موعظه رو هم 10 بار گوش کنید باز گوش کنید، از من بشنوید. من یه موعظه شاید 20 بار گوش کنم، هر دفعه یک برکت میگیرم. اگر برنامه های تکراری میبینید نگید زنده است مرده است. چی کار دارید مرده است یا زنده؟ تو کلامو گوش کن، بذار کلام خداوند وقتی گفته میشه تو گوش کن، لذت ببر. دیروز اتفاقا چند نفر یعنی پیام داده بودن تشکر کرده بودن که شما، من یه بار دیر رسیدم وسط موعظه بود فلان اینا، و خدا رو شکر میکنم که دوباره شما این گفتی که از اول متوجه شدم که ضبط رو نزده بودن. و خیلی عزیزان در کلام خدا ما برکت میگیریم، چون کلام خداست، هر دفعه یه چیز تازه میده. من انقدر این کلام خوندم باز میبینم تشنم، باز میبینم یه چیز تازه در دارم، هرچند این راه رو رفتم علامت زدم فلانه، باز میبینم یه چیزهای تازه. این کتاب هم دیگه جا نداره. خداوند با قلبتون صحبت میکنه عزیزم. بعضیا میگین من میخوام خدا با من صحبت کنه، من آرزوام خدا با قلبم صحبت کنه، خدا خودش رو به من نشون بده. نه، من نمیخوام خدا خودش نشون بده. خدا به من نشون داده، در اینجاست، میبینمش، حسش میکنم. تو این نفس میکشی هوا رو میبینی؟ نمیبینی، ولی بهت حیات میده، بهت خستگی میبره، اکسیژن بهت میده. هیچ وقت حرفای بچگانه نزنی. من فقط عیسی مسیح رو ببینم، آرزو اینه عیسی مسیح رو ببینم، صداشو بشنم. اون بی ایمانیته، مثل توما. تا من انگشت نذارم رو سوراخ دست عیسی مسیح نمیدونم ایمان نمیارم. اگه من به پهلوش رسنم، مسیح وارد شد چی گفت به توما؟ گوی کم ایمان.
بهش گفت باریکلا تو خیلی محافظه کاری ها. اینجوری گفت بهش؟ نه به کم ایمان تو الان من دیدی ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنانی که ندیده به من ایمان میارن، مثل شماها، مثل ماها که ندیده ایمان آوردیم و ایمان داریم خداوند کار میکنه. پس شک رو تو زندگیتون وارد نکنید. خدا خودش رو هر روز به شما نشون میده، به طریقهای مختلف خدا ملاقاتتون میکنه، خودت خبر نداری. وقتی رفتی اون دنیا، ویزا گرفتی رفتی اون دنیا، اونجا خدا بهت نشون میده ببین فلان کس بودی، این من بودم اومدم سراغت، ولی تو خبر نداشتی. اینجا هیچ کس نبود گفتی شانس آوردم یکی اومد منو راه داد، من نجات داد، من بودم، تو خبر نداشتی. خدای ما اینجوریه، خدای عجیب. این مسیح عجیبه، این محمد و الله و نمیدونم این نیست، خدای عجیب، خداییست که میتونه با تو صحبت کنه، میتونه تو رو حس کنه، دردهای تو رو، رنجهای تو رو، صدای تو رو، گریه های تو رو، اشکای تو رو ببینه. در فیلیپیان باب 9 آیه 10 اسمی بالاتر از همه اسما و هر زانویی در برابر او خم خواهد شد. هر زانویی، پادشاه باشی، سردار باشی، ملا باشی، نمیدونم حزب اللهی باشی، هر چی باشی، هر زانویی در برابر خدا خم خواهد شد. امکان نداره زانوت خم نشه. در یک زمان میشه خم میشه ولی بی نجات میدی، یعنی توبه نمی کنی، دلت سخت میشه، مثل فرعون میگه دل او رو سخت ساخت. خداست که دلهایی که میگه دلهای اونها رو سخت میذاره، دروغ رو باور کنن. کی میکنه؟ خدا، چون میدونه اینا ایمان نمیارن. ولی امروز اگر تو ایمان آوردی، امروز قلبتو به عیسی مسیح، این فیض خداست. افتخار بکن که خداوند تو رو دعوت کرده، خدا آمده تو زندگی تو، خدا دل تو رو سخت نخت ساخت که خدا رو فراموش کنی، انکار کنی عیسی مسیح رو، بگی نه من نمیخوام، و این دل رو خدا برای تو داده، این هدیه رو، دعوت رو خدا به تو داده، این زرنگی تو نیست. من آدم خیلی خوبی بودم، خیلی بس کن خدا ترس و خیلی نمازخون و اینا. خدا به دل نگاه میکنه، به انگیزه های تو میدونه. تو خیلی هستن نماز میخونن، اینجاشون رو مر میکنن، نمیدونم دکمار تو بالا میبندن، گردنشون دارن خفه میشن، ریش تر ریش میذارن. ما اگه یه روز این ریش همون رو نزنیم نمیتونیم. چرا؟ چون فرزند خدا هستیم، در حضور خدا باید شیک بکنیم، باید بوی عطر مسیح بدیم، باید بهترین هامون رو برای خداوند بپوشیم، چون فرزند خدا هستی، فرزند یک پادشاه، فرزند فقیر نیستیم، فرزند پادشاه هستیم. خدا چه مقامی به ما داده؟ شما پادشاهان، شما کهنه، شما سفیران، این مقام بزرگ رو خدا داده. عطر نشانه تطهین هست. مسیح وقتی شکسته شد، عطر مسیح تازه بیرون اومد. در آیه 3 چی میگه؟ دوشیزگان، کسانی که دنبال عدالت و راستی باشند، میتوانند مسیح را دوست داشته باشند. این بوی مسیح میاد، شما وقتی جونین دوشیزگان کیان؟ نو ایمانان میان، این بوی عطر مسیح میگیرن، میان دنبال و میخوان دائم عیسی مسیح کنارشون باشه. مرا بکش در عقب تو بدویم، توی غزل ها میگه نه، مرا بکش در عقب تو بدویم. خیلی ها نمیدونن
درک نمی کنن که این بکش در عقب تو بدویم چیه؟ چرا بکشه؟ کلام خدا نمیگه تو و اهل خانه نجات خواهی یافت. اگه یکی نجات پیدا کنه مسیر رو، مسیر ما رو میکشه، نه ما میتونیم دیگران رو بکشیم، دیگران ایمان بیارن. مرا بکش در عقب تو بدویم. دیگه وقتی دنبال مسیر تو رو کشید، یعنی تو رو انتخاب کرد، تو رو پذیرفت، حالا تو میدوی دنبال عیسی مسیح. دیگه نمیگه ناز بکنم، میدوی. این نشانه ایست که مسیح باید ما رو بکشه تا در عقب او بدویم. یعنی یکی کشیده بشه، همه به سمت مسیح کشیده میشیم. یکی عزت بیابه، همه عزت میابن. اگر یه نفر فرض کن در خداوند روش کرده، داره خداوند رو جلال میده، شما چی میگید؟ مسیجاتون میاد، نه؟ خدا رو شکر برای وجودتون، خدا رو شکر، هاللویا، جلال بر نام عیسی مسیح. خدا رو شکر میکنید. چرا؟ چون عزت می، یکی عزت میابه، همه عزت، همه مون با هم عزت میابیم، در این جلال شریک میشیم، از خداوند لذت میبریم. الان امروز داریم با خداوند داریم از کارهای خدا، عشق خدا داریم صحبت میکنیم و داریم همه با هم لذت، هم من لذت میبرم، هم شما دارین لذت میبرید، چون کلام خداست. و اخاب میگه گناه کرد، همه از چشم خدا گناه کردن. اگه یه نفر گناه میکنه از چشم خدا، یعنی همه گناه کردن. پس اینه که باید خیلی مراقب باشیم که در کلیسا که نذاریم گناه گناه رو بزاد. و اونجاست که وقتی خدا میخواد برکت بده، همه ما رو برکت میده، در ایمان استوار میکنه. و در کلیسا اگه یکی گناه بکنه، تأثیر میذاره رو دیگری. این نیست که من گناه کردم، خب به تو چه مربوطه؟ من گناه کردم، تو که گناه نکردی. تأثیر میذاری روی برکت، روی حضور خداوند. چون جایی که روی خدا هست، میگه اونجا گناه نیست. درسته؟ پس خیلی باید مراقب باشیم، باید تقدیس کنیم خودمونو، باید دعا کنیم، همیشه دعا کنیم. کلام خدا میگه، عیسی مسیح میگه همیشه دعا کنیم، باید دعا کنیم. قسمت بعدی، پادشاه مرا به حجله خود بیاورد. مسیح باید پادشاه زندگی تو باشه، مسیح باید خدای تو باشه، پادشاه زندگی تو باشه، تا بتونی در او این دعوت رو که داری ارزش اون رو بدونی. گلمودی میگه دعا کردم 100% خودم رو به خدا بسپارم، در آخر عمرش گفت من نتونستم 100%، 99% رو تونستم. یه خادم بزرگی بود. و اینه که ما باید بتونیم واقعا به خداوند، وعده های خداوند، آنچه که خدا به ما داده، بتونیم واقعا در خداوند با ایمان استوار بشیم، بنا بشیم. با این تمام میکنم در آیه 5. ای دختران اورشلیم، من سیفام اما جمیل هستم، مثل خیمه های غیدار و مانند پرده های سلیمان. گناه، میگه گناه من مرا سیاه کرده بود، اما زیبا گشتم با خون مسیح که مثل پرده های غیدار که از پوست بز بود سیاه و تاریک. پوست بز میدونی که سیاست. گناهان ما سیاه بود و کشتی نوح میگه با قیر پوشیده شده بود، سیاه شده بود. و میگه نوح وقتی نجات پیدا کرد، و کشتی نوح سمبل عیسی مسیحه که همه رو در خودش جا داد، نجات داد. وقتی طوفان اومد چی شد؟ کشتی میگه رفت روی آب و اون 8 نفر نجات پیدا کردن. خب و مسیح چی گفت؟ گفت بازگشت من مثل زمان کی خواهد بود؟ زمان نوح خواهد بود. یعنی افزونی گناه، گناه انقدر زیاد میشه که میبینید قربونش برم چقدر هر روز اختراع میکنن. گناه گناه رو میزاد. و اینجاست که بازگشت عیسی مسیح و تمام این مرض ها، درد ها، رنج ها میاد از کجا میاد؟
افزونی گناه. چرا تو این قرن 21 انقدر گناه زیاد شده؟ چرا انقدر مریض زیاد شده؟ چرا انقدر طوفان ها زیاد شده؟ یه کلیپی بود برای خواهرم آرزو فرستاده بودم راجب طوفان و سیلی که توی رفسنجان اومده بود، ندارمش، ولی نشون میده مردم هم تو ماشین ولی میرن زیر آب. خدا شوخی نمی کنه. خدا وقتی میگه سیل ها طوفان ها میاد، میاد. پس اینه که عزیزان فرصت نیست، تا وقت است، وقت رو دریابید، زیر آمدن عیسی مسیح نزدیکه. پس اینه که با این تمام کردیم که خدا رو شکر میکنیم برای حضور خداوند در زندگی های ما، همچنان کار میکنه عیسی مسیح. و بریم یک سرود بشنویم و بعد بیاییم خب چشمانم عوض کنم، یک سرود بزنم و بریم. اوکی، بریم اینو بشنویم و برگردیم. خدا رو شکر، امیدوارم لذت برده باشید از پرستش. وقتی پرستش دست جمعی هست یه لذت خاصی داره. خدا رو شکر، اگر این کلام رو امروز عزیزانی که حالا نمیدونم برای بار اول این برنامه رو دارید میبینید یا چندمین بار دارید میبینید، خدا رو شکر میکنم که خداوند همه رو دوست داره و میخواد نجات پیدا کنید. و اگر امروز کلام خدا میگه آواز من رو شنیدی دل خود را سخت مساز، امروز روز نجات. نگه حالا بذار فردا، حالا یه فکری میکنم. آدم نمیتونه یک ثانیه بعدش چه اتفاق میفته. پس این پاسپورت آسمان رو بگیرید و بذارید واقعا عیسی مسیح تو زندگیتون باشه. خدا هیچی ازتون نمیخواد عزیزم. خدای چیه؟ خدا میخواد تو پاک زندگی کنی و برای او مقدس باشی. بگذار واقعا روح خداوند در زندگیت کار کنه. اگر هر گناهی از بچگی تا الان انجام دادی، خداوند تمامی گناهان تو رو میبخشه، پاک میکنه. لازم نیست صدقه بدی، لازم نیست بری نمیدونم خودتو اذیت بکنی. اگر زندگی تو به پایان رسید، دیگه خسته شدی، دیگه ناامیدی، میگه دیگه مرگ برای من بهترین مرگه، ولی نه، در مسیح امتحان کن. خیلی ها میخواستن خودشونو بکشن ولی وقتی با مسیح آشنا شدن آخرین لحظات فهمیدن که واقعا زندگی چقدر شیرینه، چقدر لذت بخشه. وقتی با خدای زنده وقتی راه میریم، وقتی میدونیم خدا با ما هستش. چون خیلی ها خودشونو بس کن در ناامیدی، افسردگی قرار میدن، بعد از این دنیا میگن خب خلاص کنیم بریم، خودشونو میکشن. ولی کسی که خودشو بکشه مستقیم میره جهنم، یعنی هیچ راه امیدی نیست. ولی قبل از اون اگر برگرده به عیسی مسیح توبه کنه، مطمئن باشید که خداوند ما رو از هر گناه پاک می‌سازه. دعا کنیم. اگر با من موافقید با هرچی من میگم شما هم تکرار کنید که آنچه که اعتراف بکنید به خداوند، خداوند این اعتراف رو میپذیره و گناهان شما پاک میشه. با همین دعای ساده دعا کنید. خدای پدر، تو را شکر میکنم برای امروز، برای کلام زنده تو، برای عشق و محبت تو. اعتراف میکنم گناهکارم، اعتراف میکنم در من، در جسدم هیچ نیکویی نیست. ایمان دارم که بر روی صلیب به خاطر گناهان من جانت را دادی و خون تو کفاره گناهان من شد.
و روز سوم از مردگان برخاستی و چون زنده هستی من نیز با تو زیست خواهم کرد. امروز در قلبم رو باز میکنم و تو رو دعوت میکنم در قلبم و توبه میکنم از همه گناهانم و میخوام عیسی مسیح تو پادشاه زندگی من باشی و چون تو زنده هستی تا ابد با تو زیست خواهم کرد، زیرا در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین. اگر این دعا رو با من انجام دادید، مطمئن باشید که خداوند گناهان شما رو بخشیده و فرشتگان در آسمان شادی میکنن. و اینه که وقتی یک گناهکار برمیگرده به آغوش خداوند، خدا چقدر واقعا لذت میبره، چقدر خداوند خوشحال میشه که یه نفر برگشته به سوی عیسی مسیح. اینه که خدا رو شکر میکنیم که خیلیاتون ایمان آوردید و دارید شاگرد میشید، دارید عاشق میشید و از تشنگیتون، از اون احساساتتون میفهمیم که واقعا در کلام خدا دارید رشد میکنید. و اینه که شما میدونید که یه بچه وقتی دنیا میاد خرابکاری داره، باید تونتون پمبرزش عوض بکنی، نمیدونم به شیر بدی، هر دو ساعت برسی. یه ایماندار وقتی تازه ایمان میاره اولش همینه، اولش یه خرابکاری میکنه، بعد میگه بعد دیگه بچه خوبی نیستم برای خدا، چون خطا کردم، گناه کردم. ما میگیم اب نداره، بیا ما عوضت میکنیم، پمبرز عوض میکنیم، دوباره دعا میکنیم براشون تا اینا روش کنن. یه ذره بزرگتر شد بعد اون پستونک از زنش میگیریم که عادت نکنه، اما شای پستونک بدیم بهش. بعد یه ذره بالغتر شد، عاقلتر شد، تو ایمانش روش کرده، بعد شروع میکنه کلام خوندن، خودش خوراک میخوره، برای خودش خوراک پیدا میکنه، دعا میکنه. این نشونه اینه که داره بزرگ میشه، داره روش میکنه. و اینه که شما هم همینطور، شما عزیزان روش میکنید. من یادم روز اول روز اول اومده بودم دیوانم کرده بودید از تلفونا، از آنچه که میخورد، بعد سوالا همش التماس دعا، اینا لاغل از دهنتون رفت. خوشحالم واقعا که بعضی عادتهایی که در اسلام داشتید اینا از بین رفت. بریم تلفونا رو بگیم ببینیم. پیام آرامش بفرمایید. الو الو، الو، وقتتون بخیر. خسته نباشید. وقت بخیر پسر جوان کرونایی. خسته نباشید. پدر مهربونم، حالت خوبه؟ مرسی. تو چطوری؟ خوبی؟ خدا را شکر. با دعای شما و در زیر سایه عیسی مسیح روز به روز داریم بهتر میشیم. خدا را شکر. تماس گرفتم از شما تشکر ویژه‌ای کنم و یه پیام بدم به بینندگان عزیز شبکه پیام آرامش. من اسم اولم مسلمونی بود، میگفتنم محمد، و الانی که محمد رو شناختم، نه با صحبتهای شما، شما آدرس من میدادین، اولش باور نمی کردم. رفتم با چشمای خودم داخل قرآن دیدم چی گفته. که تازه ایمان آوردم که این محمدی که بهش میگن مسلمان بوده، یعنی پیامبر بوده، علنا زنا کرده، چوبشو خورده، نمیدونم آدم کشته و فرمانایی داده که من محمدو بیچاره کرده. خدا رو شکر میکنم خداوند با کمک شما منو زنده کرد. خدا رو شکر. واقعا زنده شدم و تازه لذت زندگی رو دارم احساس میکنم. هم از شما میخواستم تشکر ویژه کنم که شیش رو گراتی پدر عزیزم و
کشیش حمید عزیز که خیلی داره زحمت میکشه. از آرزو خانم تشکر کنم، از صدا خانم، قاسم، همه کسایی که دارن کمک میکنن تا افکار ما باز بشه. پدر جان من شدیدن اگر یادشون بیاد بینندگان، چندین بار تماس میگرفتم میگفتم میخوام قصد خودکشی دارم، خسته شدم، بدم اومده از زندگی و مشکلاتم. اما با راهنمایی های بسیار عالی که شما به من گفتین تازه آرامش رو با زندگی با مسیح دارم لذت میبرم، یعنی واقعا لذت میبرم، کیف میکنم. اون مشکلات مالی که داشتم با دعای شما و کشیش حمید تجربه‌ای به من گفت، گفته بود ده یکی تو، من همیشه میگفتم، گفتم کشیش حمید بیکارم، بدبختم، پول ندارم، کشیش سوکراتی چیکار کنم، عذاب میکشم. یک کلمه بهم گفتی ده یکی تو میذاری کنار، گفتم نه. از روزی کشیش سوکراتی ده یکی ما میذارم کنار، خدا را شکر دقیقا داره چند برابر چند برابر، خدا را شکر داره به من میده. خدا را شکر. و از شما تشکر میکنم که اینو یاد من دادی. و در مورد اون عیبی که داشتم در مورد روز سبت، اونم نگهداری نمیکردم، خدا را شکر اونم یادم دادی. و خدا را شکر شهادتم بدم، من یه کرونای خیلی خیلی اسپشاله نمیدونم این جدیده اومده بود داشتم، شهید میشدم از درد، داشتم دیگه نفسم نمیومد بالا. آره یادم. اومیکرون. خدا را شکر واسه من دعا کردید، الان دارم لذت میبرم که امروز حالم خوبه و تا امروز که با خدای خودم دارم زندگی میکنم لذت میبرم با کمک شما و راهنمایی شما. و اگر شما نبودید من نبودم، وجود نداشتم. و خدا را شکر میکنم با کمک شما به من آموختین که گناه از طریق یک انسان وارد زمین شد و توسط عیسی مسیح به خاطر گناه های من روی صلیب جان داد، گناه های منو شست که من بخوام بنده ای بشم واسه خدا، بشم پسر واقعیش. آمین. و این شهادت رو میدم، میگم خدا رو شکر میکنم، از شما هم خیلی خیلی ممنونم، وقتتون رو نمیگیرم. از مریم خانمم، خانم مهربتتون هم تشکر ویژه بکنیم، بگیم که دست شما هم درد نکنه که واسه من دعا کردی. آمین. لطف کردی پدر جان، من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، خیلی خوشحال شدم. مرسی عزیزم، مرسی، خدا برکت بده عزیزم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. الو. سلام کشیش جان. سلام عزیز، حال شما؟ زنده باشی، خسته نباشی، مزاحمتون شدم، ببخشید. نه خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمتم. کشیش جان مزاحمت شدم، برای خواهرم مریضه. آها. جراحی کرده بود کمرش. آه. الان دوباره نصفه یک ماه که چی بگم، دو هفته میشه که دیگه انگار خوابیده تو خونه، اذیت داره میشه، میگه دوباره زده به پا مصر شد و نمیتونم راه برم. گفتم یه دعا براش بکنین دستتون در نکنه. اسمشم مریمه. اینقدر کاغذ است اینجا که من این بذار اینجا بیاد داشت کنم. بعدش سوبرادی جان اونم گفته بودم من برای آرزو خانم این شماره بپرسم، اون سری گوشیم شکسته بود. آها. من دیگه شماره مامانم توش پاک شده، این شماره حسابی نه فرستاده بود پاک شده بود. گفتم یه بار دیگه برام بفرسته، من دقیقاً بپردازم. قربون دستت. اوکی، شماره تو براش میفرستم برای آرزو خانم که با تو تماس. آها، دست شما در نکنه. آره. زنده باشی عزیزم. آره، اسم خواهرت گفتی چی بود؟ مریم. خب مریم یادم نمیاد. بعدش به خانم رسونم مریم سلام برسونه. مریم خانم زنده باشه. کشی سوگرادی جان، همسرم هم یه چند وقتی همش بیحاله، حال نداره، الان اصلا ضعیفم شده،
اون از اون ندارم. اون از عشق توه، از عشق تو. خدا کنه همینجوری باشه. آره نه میدونم، اما از عشق تو اینجوری، من هم اینجوری میشم گاهی قد. زنده باشه عزیزم. خدا باشه، خدا باشه، همیشه خوب باشه. آره یه خود بیحاله، الان دو روزم مریض، امروز رفته بود دکتر، این بیحال، سردرد خفیفی هم داره، یه سرم درد میکنه، حالم خوب. فشارش خوبه؟ فشارش خوبه یا نه؟ بله؟ فشارشو گرفته؟ بله رفته بود دکتر، یادش رفته بود فشارشو بگیره. عجب دکتری بود فشار نگرفت. همون یادش رفته بود فشارشو بگیره. نه فشارش حتما ببینه. چند سالشه شوهرت؟ همسرم 54 5 سالشه. خب این باید حتما، ما اولین ماشینی که میاد اول فشار فیول پمپ رو میگیریم بریم پس اون فشارش اون باید میگیره. نه دیگه ایران دیگه جمهوری اسلامیه، خودتون میدونین. ای خدا. بعدش هم کارش هم 13 سال کشش شوگر دست، بخاطر که شبکارم هست. آها. کلا یه سر شبکاره، همسرم کارگره. خیلی اذیت میشه. خدا قوت بده. این 4 سالش مونده که دیگه بازنشستش با امید خدا. به فیض خدا. به فیض خدا این جمهوری اسلامی بره همه چی درست میشه. همه سلامتی میگیره. من که اصلا کلن کشی صدرات جا حالم خیلی خوبه. خدا معلومه که خوبه. در مسیح شاگرد مگه میشه تو مسیح باشه خوب نباشه؟ ببین عزیزان این کلیاش، کلیاش مشکل داره ولی عاشق خداوند. به اون کلیاش نگاه کن. جاتون خالی رفته بودم شما سایل داشتم اونجا پریشب داشتم دعا میکردم، همینجوری داشتم با خودم حرف میزدم، نازش میکردم، محبت با قول مرا با محبت با صحبت میکردم، در دل میکردم. یه دفعه دیدم یه کبوتر سفید اومد دور سرم رفت، اومدم به همسرم میگم، به دخترم میگم، میگم 3 شب بود من کنار دریا بودم، این اومد دور من، داشتم باش صحبت میکردم، دیدم یه کبوتر سفید بزرگ اومد دور سرم چرخید و رفت. خدا رو شکر. بعد حالم خیلی خوب بود اون شب، اصلا خیلی با آرامشم، بعد اومدم خونه خوابیدم، خیلی حالم خوب بود. خدا رو شکر. خدا رو شکر. با ایمان بیس شکوبه جان و خداوند کاملا شفا میبخشه و این روزهای سخت میگذره و سلامتی داره. آمین. آمین. خدا رو شکر جان. آمین. با دعای شما هم دست شما در نکنه. آمین. خدا به خودتون هم برکت و سلامتی بده. مرسی. زنده باشید. مرسی. موفق باشید. من که مزاحم شما نمیشم. کسی تو دستتون در نکنه. خواهش میکنم عزیز. ممنون از شما. خداحافظ. موفق باشید. خداحافظ. الو درود بر تو، خوبی یاد جان؟ مرسی عزیز، بفرما در خدمتم عزیز. در از مزاحمت بخواستم یکم در رابطه با فارگیری و فال و اینجور چیزا صحبت کنی اگر امکانش هست تو برنامه. اوکی. و این که برای شیوا دعا کنی، سردرد شدید گرفته متاسفانه. شروع کرده کتاب خوندن و درس خوندن ولی خب استراحت کمتر میکنه، به خاطر کنکورش سردرد شدید گرفته، استرس داره، اون به خاطر استرسش الی اوقات استرس میگیرن، سردرد. ممنونم. آره دعا میکنم برش. نگران نباش. متشکرم. مرسی عزیزم. کاری دیگه ندارید؟ دعای دیگه ای؟ محبت داری، خیلی ممنون، متشکرم ازت، بزرگواری میکنم. سلام همگی برسون. مرسی. مرسی. الو الو سلام عزیز، بذار من بذارم روی سپیکر ببینم، زنگ میزنن انقدر. بفرمایید. سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر، حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. شما چه شدید؟ شیشه خوشتیپمون، خدا قوت. خیلی ممنون، بفرمایید. امیدوارم که خدا برکتتون بده، بیشتر بتونیم ما رو راهنمایی کنیم، مایی که تازه مسیحی شدیم، واقعا به راهنماییتون احتیاج داریم. کیشه جان، میخواستم برام دعا کنی،
با دعای شما شوهرم یه کار خوب پیدا کرده. خدا رو شکر. الان رفت سر کار بعد از 8 ماه 9 ماه بیکاری. واقعا مخارج ایران خیلی بالا، چیزا خیلی سختی کشیدیم توی 8 9 ماه دیگه. واقعا با دعای شما، واقعا دعایی که تو مسیحیت انجام بشه واقعا گیرا داره. بعد من خودم الان سال سومه که مسیحی شدم، ولی هنوزم که هنوزه بعضی وقتا مثلا اشتباهاتی میکنم. بعضی وقتا به قوله مثلا همون حرکت های اسلام رو انجام میدم، مثلا گاهی اوقات اشتباهات قسم خوردن و این چیزا. بعد من زمانی که مسلمون بودم سوال ورق میگرفتم. بعد مثلا تا برم دوستان آشنایان اونا که میدونستن. بعد الان احساس میکنم که مثلا روح همون پلید همون فعال این چیزا واقعا زندگی ما یاده کرده. یه جورایی مثلا یه چیزایی تو خونه میبینم، یه وقتایی احساس میکنم مثلا یه چیزی جلو اومد رد شد، یا مثلا بعضی وقتا احساس میکنم واقعا از یه جایی دارم به این سرک میکشن نگاه میکنه. این روح احساس میکنم تو خونه، و بعض وقتا هم هوای خونه برام خیلی سنگین میشه، خیلی مثلا غیر قابل تحمل میشه و این چیزا. بهتونم قبلا گفته بودم که مثلا بعض وقتا بین من و شوهرم یه دعواهای پیش میاد و این چیزا. الان که پیگیر شده به خاطر همین روحا بوده. میخوام که کمکم کنی که این روحای پلید از خونم بره بیرون، این روحا واقعا از زندگیم بیرون بره. دوست دارم که بچه هم، دو تا پسر دارم بزرگن، میخوام که یعنی پسرام هم بیان تو هم دین مسیحیت، واقعا مسیحی بشن، مسیح رو به قلبشون وارد کنن. اون پسرهای بزرگت مریم جان، پسرهای بزرگت چند سالشونه؟ یکشون 22 سالشه، یکشون 18 سالشه. بعد اینا جایی نرفتن فالبینی و نمیدونم این کفبینی و این چیزا؟ آخه این جوونه الان یه سری جمع میشن با هم دیگه؟ نه یکی از پسر بزرگم، نه پسر بزرگم یه عقد کرده داشت، عقد کردهش خیلی مثلا دنبال این چیزا بود، خیلی خودش مادرش دنبال این چیزا بود و پسرم هم دنبال خودشون میبردن، ولی الان تقریبا چند ماهی که جدا شدن اصلا. یعنی دختره خیلی دنبال مثلا تجملات و این چیزا بود، ولی پسر من نبود. به خاطر همین نتونست واقعا با مخارج امروزی نتونست از پس مخارجش بر بیاد و این چیزا، و اخلاقاشون به هم نمیخورد جدا شدن. با مسیحی هم نبود. من با کشیش شمید که صحبت کردم و این چیزا، گفت که اصلا این از جانب خدا نیست این ازدواج این چیزا، چون شما مسیحی نباید میرفتین تو یه خانواده‌ای که مسیحی نیستن دختر انتخاب میگردی. بعد این شد که از جانب خدا نبود، از جانب خدا هم تموم شد، خدا رو شکر دیگه واقعا هر طوری بود که تموم شد. الان پسرم واقعا خیلی راحته، میگه مامان زمانی که عقد میکرده داشتم و این چیزا خیلی احساس استرس داشتم، خیلی دلشوره داشتم، خیلی همش استرس اینو داشت، چون دختره خیلی جایی میرفت که نباید میرفت، با اشخاصی میگشت که نباید میگشت، همیشه دنبال جنس مخالف بود پسر این دختره. پسر من قبول نداشت این حرفاتو. بعد مادرش میگفت که تو چیکار داری جوونه، بذار جوونی کنه. مادرش دنبال حرف دخترش رو میگرفت، پی حرف دخترش بود، برای همینم به اخلاقی خانواده ما جور نبود. بعد با کسی شنیدن که صحبت کردم گفت که اصلا کلن این از جانب خدا نیست. من دعا کردیم که دیگه تموم شد. بعد الان برای آرامش بچه هم میخوام دعا کنیم، برای آرامش بچه هم، یعنی دوتا پسر دارم یه دختر، برای آرامش بچه هم، برای آرامش خودم، شوهرم. خودم و شوهرم ایمان داریم، شوهرم 3-4 ماه بعد از اینکه خودم ایمان آوردم ایمان آورد، ولی خب اون در ایمان از من ضعیف تره. بعد میخوام که برای تقویت ایمانمون برای همه چی دعا کنی، برکت زندگی. شوهرت وقت میذاره این برنامه رو میبینه یا نه؟ وقتی که خونه باشه آره، ولی خب الان مثلا خونه نیست و بیرون از استانم هست. آها اوکی. کارگره به معدنه، کارش هم خیلی سخته و چیه، بعد برای همین نمیتونه که مثلا این برنامه رو بینه. ولی وقتی که میاد مرخصی چرا؟ این چند وقتی هم که مثلا 8-9 ماهی هم که میگم بیکار بود، ما بیشتر هم برنامه شما رو میدیدیم و
اتفاقا بعضی وقتا که بهتون زنگ میزدم خودش اینجا بود، میگفت که زنگ زدی دوباره به کشیشت، با کشیشت صحبت کردی؟ گفتم آره. این هنی بهم گفت که چرا من حرفی ندارم بزنم؟ گفتم خب ما هم برای دعا کردم، برای زندگی خودمون، برای آرامش خودمون، حرفایی که برای زندگی خودمونه. من خدا رو شکر ایزم به فیض خدا، اونم میگم کلام خدا میگه، میگه ایمان از شنیدن، شنیدن از کلام خدا. هرچی در کلام گوش کنید تو ایمانتون قوی تر میشه. هرچی گوش نکنید برامون دعا کنید. باشه عزیز، به دعاتون واقعا نیاز داریم. حتما عزیز براتون دعا میکنم، برای سلامتی بچه هم، برای سلامتی خودم. رو بچه ها کار کن، رو بچه ها کار کن، چون تأثیر میذاره پدر مادر وقتی روی روحیه بچه. الان که ترکوتیکم اینجا بود که برنامه شما شروع شد، بعد دوتا آهنگ اولیو که گذاشتیم من صداشو زیاد کردم و باش دست میزدم میرفتیدم این چیزا، بعد میگفت مامان یعنی واقعا مسی اینقدر رو تو تاثیر گذاشته که با آهنگش هم میرفتی؟ گفتم واقعا خدا روی من تاثیر گذاشته، واقعا اینقدر با آهنگای مسی شاد میشم. گفت نکنه برای عروسی ما هم میخوای با این آهنگا برفتی؟ گفتم که اگه بشه که از خدامه. خدا رو شکر ازم، شادی مال خداونده. ولی خب پسر کوچیکم تازگی ها انگار یک کمی داره نزدیک تو راه، بهش صحبت کردم این چیزا. آره نه اون میبینه، اون الان داره داره نگاه میکنه ببینه شما الان الان براش غیر عادیه، ولی بعدا عادی میشه، بعد نرمال میشه، بعد میفهمه که مسیحیت چی هست. اینه که شما وقتی عوض بشید، آره شما وقتی عوض بشید بچه ها عوض میشن. آره ایزم برای موفق باشی، خوشحال شدم برای دعا میکنم. قربونه سلامت باشی موفق باشی. کشیشا میگم در مورد کتاب من بهتون گفتم نمیدونم باید چیکار کنم. هرچه کتاب باید میگم حالا میگردیم ببینیم اگر مسیر بخوره، چون گفتیم کدوم شهر کرد شهر کرد یه مقدار دوره برای اونایی که بخوام برسونن نه، ولی اگر بچه ها اون طرف بخوام بیان حتما 100% براتون به فکر خواهیم. قدمشون رو چشمامون. آره جان الان فعلا از زمین به صلاح صوتی که فرستادیم اونا رو نگاه کنید، اینا رو گوش میدم. آره. ولی خب کش امروز من یه پیام براتون فرستادم، گفتم میشه ازتون خواهش کنم یه شب با لباس با ردایی که تو کلیسا میپوشین برنامه رو اجرا کنین؟ واقعا خیلی دوست دارم تو اون لباس هم ببینیم تو. همینطور که تو این لباس خوشتی نه لباس همینه، لباس هم... همینه. در مسیحیت لباس نداریم ما، لباس ما همین مگه همون ردا نیست که میپوشین تو کلیسا؟ نه نه اون لباسی که میبینی بعضی اسقف ها میپوشن و اینا، اونا مال کاتولیک ها ایناست که تاج میذارن و نمیدونم عبا و ردا و اینا، اینا مال کاتولیک هاست. ولی در مسیحیت ما نداریم همچین چیزی که بخوایم لباس مخصوص. اون در زمان شریعت بود که وقتی کاهن میخواست بره اون لباس مخصوص داشت، کلاه داشت، شال داشت. ولی در مسیح همه چیز عوض شده. مسیح الان همینه که میبینین، همینه. گاه گاه شاید اصلا کد در بشیم همین با پیرن بیاییم، ولی در مسیح آزادی به لباس نیست عزیزم، به اون دله ایمان بسلی روح قدس. آره ولی خب یه عکستون رو دیدم که اون لباس تریتون بود. نه اون لباس رو یه بار توی مراسم بود، اون که دیدیم اون عکس رو یه نوع مراسم بود که مراسم دستگذاری که اون لباس معمولی بود، ولی اون یکی رو به خاطر این که یکی از این بچه ها آورده بود که یه عکس گرفت از من همجوری، اونم لباس که مثل کشیش های که اینا می پوشیدن تو ایران، روی این حساب یه دونه همجوری یادگاری گرفتن، نه این که با اون لباس بخوام بیام چیز کنم. نه درسته، ولی خب هرچی بپوشی کشیش خودم خوشتی. مرسی، خوشحال شدم. خواهش باشی، تشکر زنده باشی، خداحافظ. خداحافظ. پیام آرامش. خدا رو شکر، خداوند ما خدای زنده است. آمین. ببینم خب ببینم سوال. صدا جان کسی سوال نکرد؟ همه جواباشون دارن. خوبه.
خب خب خدا رو شکر. بعضیا سوال میکنن که در اسلام بس کن ما صدقه بدیم ندیم، چون بعضی از اینا که عزیزانی که سوال میکنن اونایی که یادم هست رو من روی برنامه میگم. ببینید عزیزان، این نیست که اگر بالفرض توی اسلام وقتی یکی یه گناه میکرد میگه یه صدقه بده، فقط اون تصادف کرده و یه صدقه بده، یه تخم مرغ بشکن که این بلا ازت دور بشه. نه، ما در مسیحیت اینو نداریم. در مسیحیت ما دعا داریم. قبل از اینکه میخوای حرکت کنی به یک شهری بری یا میخوای میبینی که میخوایم کلام بگیم، دعا میکنی. این دعا ما رو حفظ میکنه، دعا ما رو از هر خطر ما رو نگه میداره. خداوند ما اینه که وقتی تو ماشین میشینید میخواید یک سفری به جای برید، اول دعا میکنیم که خداوند ما رو حفظ کن در این راه، با ما باش، با فرشتگانت ما رو حفظ کن، این ماشین رو و سرنشینان رو، به این صورت دعا میکنیم میریم. بعد موقع سفره، موقع غذا همینطور میشینیم برای برکتی که دادی خدا رو شکر میکنیم. پیام آرامش. الو، سلام عزیز. سلام، حال شما؟ مرسی. حال شما؟ صدا دیده ضعیف میاد. الو الو، صدات خیلی ضعیف عزیزم. خیلی ضعیفی. از کجا زنگ میزنی؟ از استان زیان، شهرستان آسفنه شفیه. صدات خیلی خیلی ضعیف و خشخش زیاد داری. یعنی از استان زیان، شهرستان آسفنه شفیه. باور کن صدا هم بمه هم من خودم متوجه نمیشم. حالا تا برسه که شنوندگان هست. الو تلفن از روی گوشی، از روی اسپیکر بردار. الان برداشتم. الو خب الان خوبه؟ حالا صحبت کن ببینم چی جوری. الو، اسم چی عزیزم؟ بگو. علی هستم. قربان. آها جان، مرسی عزیز، بفرمایید. من الان 10 ماه مسیحی شدم. آها. خیلی آرام پیدا کردم، خیلی راحتم از این نتونه که بریستم، خیلی هم زهدی هم ایسامتی خیلی راحت هم پاستم کمانگی که من داده. باید خواهشی دارم خواهد نزیده سوال کنم و اگه این نتونه جواب بدیم خیلی ممنون میشم. سوال چی بود؟ شما آقایم که ایسان ما هم جان؟ سوالی چی بود عزیزم؟ میخوای قطع کن دوباره بگیر، چون آره قطع کن دوباره بگیر، چون متوجه نمیشم عزیزم، چون شنوندگان اذیت میشن. بعد من خودم هم متوجه نمیشم چی داره میگه، چون صدا خیلی بم بود. و خدا رو شکر اینه که گفتم وقتی دعا میکنیم موقع سفره غذا هست، برای برکتی که خدا داده تشکر کنید از خداوند، بگید خداوند ممنونم برای این غذایی که آماده شده، تقدیس میکنم با خون مسیح، برکت بده در نام مسیح، آمین. خیلی راحت. پیام آرامش، بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلام عزیزم، بگو عزیزم. علی هستم از استان گیلان، شهرستان آسفنه شفیه. اوکی، متوجه شدم، از گیلان شهرستان آسفنه شفیه. اوکی اشرفی، خب آره البته سرسان هستم از این مال دعات اینا. اوکی، میخواستم در رابطه با یزیده که یک سوال از سوال بکنم. من این سپن 13 ماه در این که 14 ماه آها مستیدی شدم، خیلی هم افتخار میکنم، خیلی هم راضی هم آقای مواشی. این معظم ما اینجا خب مستید که دار مستید بگیده. آره اتفاقی مایی که میگونستم چند تا میدونستم که مثلا مسیح شدم و از یک تلکه میدونم بچه ها میدونم بگیم مسیح رو خیلی از این هست و راستی میگم من یه شب باشین رفتم در این مسیح و اینا هیچ چیز نزدم، حتی اونجا غذا خوردم، قبلشم
با کشیده همین خیلی تکرمان ایسی و ما شاید باور نمی کنه تب زاد تماس گرفتم ولی ایزا محفظ هستم الان این چه خدمتی که محفظ کنم خدا رو شکر بعدا میگه چیز دیگه آقا ایتون آدم ایزاد من که ایزا از مجل نمی ترسم و نخواهم ترسیم خب اینجا مثلا بمیدن ما مثلا مسیحی ها اینجا ترسیم دار دیگه ما قبرسون سوا نداریم آره بعدا ما مثلا چه قبرسون اینا در کنم آها نداره. نه جان الان برای توضیح میدم فهمیدم چی میگی آره یه دونه گفتم که وقتی محرم رفتیم مسجد رضا خوردم و نمیتونم بگم دیگه بگم آها مو زنگیری ها هیچی نداریم اوکی یه خواهش هم دارم از شما اگر امکان داره لطفونیم یه دعایی واسه من کنیم اوکی اسمت گفتی یه بار دیگه بگو اسمتو من علی هستم از استان گیلان آره فهمیدم اوکی فهمیدم اوکی علی جان از تلویزیون گوش کن به سوال تو جواب بدن مرسی خواهش میکنم خدا رو شکر علی جان گفتی که یه سوال دیم بود که رفتی مسجد اینجور متوجه شدم که غذا میدادن غذا خوردی و زنجیرینا نزدی فقط غذا خوردی اومدی خب دوم سوال دیم بود که اگر تو که به عنوان مسیحی که ایمان آوردی و توبه کردی قلب دادی به مسیح بالفرض از این دنیا بری حالا پس کن میان به مراسم اسلامی دفن میکنن بس چی میشه جریان چی میشه نه وقتی مهم اینه که روح ما وقتی ما میمیریم از این دنیا میریم روح ما نجات پیدا میکنه جسم ما در این جهان در زیر خاک میمونه خب این روح ماست که نجات پیدا میکنه و اینه که وقتی از این دنیا برید روح ما از جسم ما جدا میشه حالا میخوان اون جسم رو میخوان اسلامی میخوان دفن کنن هر کاری میخوان بکنن چون پدر مادر مسلمونن یا در یک کشوری هستی که اسلامیه و میخوان اسلامی انجام بدن بدن هیچ تأثیری در نجات تو در اینکه روح تو الان تو دورایی بمونه حالا بره جهنم بره بهش هیچ تأثیری رو نداره فقط قبل از ایمان توبه و نجات مسیح رو پیدا کردین تموم شد با خون مسیح تعمید بگیری بعد راجب کلام خدا میگه تو این اونایی که بت کرده در آن دنبال اینا نرید و اگر گفتن پس کنی از این قربانی بت نخورید اگه نگفتن خب بخور ولی اینی که سعی کنید که در جمع این بت پرستان و اینا نباشید چون اینها میگم اگر یک بلفرض بردا ایمانت میره بالاتر قوی تر میشی بعد دیگران وقتی ببینن بعد میگن آه باز کن ما تو رو دیدیم توی مسجد بودی تو چه ایمان داری واسه تو مسجد هستی متوجه چی میگم پس اینه که خودتون رو یواش یواش بکشید کنار در مسیر چارچوب کلام خدا زندگی کنید موفق باشید پیام آرامش بفرمایید الو الو سلام خسته نباشید سلام عزیز سوال شما الو خسته نباشید حال شما خوبه عذر میخوام مزاحم شدم خواهش من میخواستم با این شبکه پیام آرامش تماس بگیرم اما نمیدونم کدوم شماره استودیوه استودیو دارم پیامم مرتب میفرستم آره استودیو همین 5501 مال استودیو دیگه 5501 آخری میشه آره این هست بعد استودیو هم دو تا داریم دیگه یکی هم 70-70-200 اینو بگیرید مال آره بعد این شماره که من میدم آره جان این شماره که من میدم اینو ببین این یکی که میاد این برای یه سوال بله. اگر دارید سوال راجع به کلام خداوند میتونید روی این شماره بله آره سوالاتتون بفرستید بعد شهادت دارید شهادتاتون بفرستید آره جان اینه که این زنده باشی برادرم موفق باشی خوشحال شدم عزیز عزیز زدی و همچنین خدا بسی آقا زنده باشی عزیز موفق باشی خدا رو شکر خب بذار بیننده هم خسته نشن دیگه بذار
نگن همش تلفن میگیری ما خسته شدیم این چه وضعشه. نه ایرانی ها این مقدار اذیت میکنیم، بعد میگن خسته شدیم بورینگ بود چرا این کار کردی. خب شوخی میکنم، یه مقدار گفتم بذار ببینم اینجا چی داریم که بذارم براتون. موزیک. خب امروز میخواییم این نمیدونم چی هست ولی میگه سرود شاد، بسیار شاد. خب بریم اینو ببینیم بعد برمیگردیم ببینم اینجا چی هست. الو خدا رو شکر، امیدوارم لذت برده باشید. صدای من فکر کنم الان خوبه، یه مقدار بالا بود الان درستش کردم. خب بعد گفتیم راجع به دعا که بعضی عزیزان میگید میخوان خونه رو تقدیس کنن. خونه رو وقتی میخواین تقدیس کنید عزیزان، گاهی اوقات میشه خیلی ها سوال میکنید که ما از اون سایه میبینیم یا یک روحی احساس میکنیم این خونه سنگینه، اون روح شریره که سنگین میشه. بستگی داره تو اون خانواده فرض کن چند نفر هستن، بعد وقتی معلوم نیست بعضی ها میرید بیرون و اون روح از بیرون وارد خونه میشه، ولی خونه رو باید تقدیس بکنید. تقدیس به وسیله روغن زیتون. اون دفعه هم گفتیم و بازم دارم میگم که چطور بتونید تقدیس کنید خونه رو. روغن زیتون در یه ظرف کوچولو می‌ریزید بعد انگشت می‌زنید. نه اینکه من یه بار گفته بودم بعد شخص گفت بعد آخر سر من روغن زیتون رو پخش کردم تو اتاقا، گفتم نه نیست، سمبولیکه و اینه که انگشت می‌زنید روغن زیتون، بعد روی چارچوب خونه ورودی اونجا یه صلیب می‌کشید، میگی در نام عیسی مسیح تقدیس می‌کنیم این خونه رو، هر روح شریر فرمان میدم از این خونه بیرون برو، فرمان بدید. نه اینکه خواهش میکنم اگه میشه مهمان نباشید چون مزاحم میشین بریم بیرون، اینجوری روحی بیرون نمیره. باید فرمان بدید، اقتدار خودتون رو داشته باشید، قدرت و اون اقتدار ایمان رو باید داشته باشید عزیزان، که خدا رو شکر خیلیاتون عمل کردید و دیدید نه قبلا میترسید، قبلا نه واسون روح داره تو این خونه، نه ترس نداره. وقتی روح خدا در شما هست دیگه ترس وجود نداره، روح نمیتونه. کلام خدا میگه از اسم عیسی شیطان میگریزه، هیچ شریری نمیتونه وارد بشه نزدیک بشه. اسم مسیح رو بیاری شیطان خودش میگریزه، حالا روحهای شریر بماند. و اینه که عزیزان در اسم عیسی مسیح قدرت هست، قوت هست، اینه که در نام مسیح میطلبیم. به خاطر همین دعا وقتی میکنید همینطور نگید آمین خداوند اینه بده آمین، باید امضا داشته باشه این چک. تو نمیتونی همجوری بیایی فرض کن ببری بانک بگی ما اسمم درسته آدرس همه چی درسته ولی امضا نداره، به من فرض کن 5000 تا بده بانک، برو بابا امضا بکن، هر چیزی امضا داره که اعتبار داشته باشه. و اینه که ما وقتی دعا میکنیم در نام عیسی مسیح میطلبیم آمین. متوجه شدید؟ هر دعایی میکنید در نام عیسی مسیح باید این دعا رو بسته بشه. مسیح گفت در نام من بطلبید، هر آنچه در نام من بطلبید. نگو همجوری هر جور دلت خواست دعا کن منم میشنوم. اینه که گاهی اوقات جواب نمیگیرید، چکای بیمحل میکشید، بعد چکتون برگشت میخوره، موقع میای میگی ببین چک من برگشت خورد، امضا نداره.
امضای عیسی مسیح، در نام عیسی مسیح، آمین. از آن راستی تلفن ها مال استودیو 818 اولیه 835-91-05. من آخری مال اون تلفن دستی واتساپ کشیش حمید هست که شما انقدر لطف دارین زنگ زدین دیگه اون جواب نمیده، اونو هیچی. این اولی هست و وسطی که 70-70-200 مال استودیو هست. بس اینه که اون اولی رو بگید مستقیم وصل میشه به استودیو. اینه که خدا رو شکر، خداوند خدای ما خدای بخشنده است و اینه که در خداوند هر روز زورآور بشید عزیزان، هر روز بگذارید نام خداوند جلال پیدا کنه. ببینم سوالی ندارن دیگه عزیزان. خب پیغام میده نمیشه که میخوان نصیبشن چطور توبه کنن. آها یکی پیغام داده که مثل همیشه که میخوان مسیح بشن چطور توبه کنن و غسل تمید بگیرن. تکراری را شما را گذاشتیم. آها خب این شماره من بذارم که اگه سوال دارید به اینجا بفرستید. اینجا. آره یکی سوال کرده که ما میخوایم تمید بگیریم، مثل علی جان چند روز پیش برام ویدیو فرستاده بود از تعمید گرفته بود، هم خانومش تعمید گرفته بود اینا، بعد گذاشت روی یه استخر و حوض به اصطلاح کوچولویی بود منتها به اندازه یه آدم دیگه، بعد این تفلک رفت زیر آب کاملا، اینم نگرد زیر آب. گفتم دیگه دختر ما خفه نکن، هیچی بلندش کرد، بعد تعمید گرفتم خدا رو شکر. که باید تعمید بگیریم، باید این در حضور خداوند با خداوند عهد تازه ببندیم و بتونیم واقعا فرزندان خدا باشیم و خدا رو شکر. تعمید گرفتن وقتی توبه میکنید در نام عیسی مسیح، قلبتون رو به عیسی مسیح میدید، بعد کلام خدا میگه، میگه چی؟ میگه توبه، هر که توبه کنه تعمید بگیره نجات میاد. پس باید تعمید بگیریم. پیام آرامش بفرمایید. الو میوختی. خب این بچه های تبریز خیلی وقت خبر ندارم ازتون، قرار بود زنگ بزنید ببینم چطورین. امانوئل تبریزی ها کجا رفتین؟ باشه دوستون، قرار بود زنگ بزنی که ببینم چطوری. هرچند چند وقت خواستید، مینا جان چند بار زنگ زده بودی ولی ببینم میتونم با تون تماس بگیرم اگه بذارن، که ببینیم بچه های خوب ما که در ایمان دارن استوار میشن. هللویا. خب زنگ زدم منتها یا خوابین یا بیدار. میگه اگر امکان داره درباره فال و فالگیری صحبت کنید ممنون. ببینید عزیزان کلام خدا نفرت داره از فالگیری و فالبینی، و چون متاسفانه تو ایران الان مد شده، یعنی همینطور میان فال میگیرن، فالبینی میکنن، آینده شخص رو میخوان تعریف کنن که بگن تو آینده تو اینو داره. ولی عزیزان وقتی توبه میکنید ایمان میارید دیگه دنبال این روحای شریر نرید، چون اونها رو اگر دوباره دعوت کنید توی زندگیتون اون موقع دیگه
با بوردزل هم بیرون نمیرن. اینه که خیلی مراقب باشید که حواستون باشه که الو 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 بفرمایی. میاد حال شما خوب هستی؟ خوب هستی؟ شبتون بخیر. مرسی مرسی. خوبی؟ مادر مریم خوبه؟ مادر مریم از من بهتره، چون من سرم خیلی شلوغه، اون طفلک نوه‌داری میکنه دیگه. امیدوارم همیشه خوب باشی شما و مادر مریم. مرسی مرسی. خیلی وقت بود استعداد بفرم. خیلی 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 یادتونه گفتم واسه کارش که میخواد مثلا از کار خودش خیلی خسته شد، آره، میخواد در بیاد شغلش عوض کنه، دعا کنیم. درسته. بله خدا رو شکر، خدا رو شکر به لطف خدا و ما دعاهای شما امانوئل کارش عوض کرد، یه کار خوب براش پیش اومد. خدا رو شکر، خدا رو شکر. الان چند سال بود که شیفتی بود، خیلی خسته میشد، در آمدش کم بود، شب و چند روز خونه نبود، تنها بود. ما الله به لطف خدا بعد دعاهای شما و همون آقا داوود شکوفری رو که میشناسیم، آره آره آره، به توسط اونا یه کار خوب باشه شما امانوئل جور شد. خدا رو شکر همینه واقعا. آره توی یه شرکتی رفته که شیفتینا نیست، فقط از صبح میره تا ساعت پنج از ظهر، بعدش میاد خونه تا فردا صبحونه است. کارش خیلی 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 راحت تر از کار قبلیش شده، بهتر نسبتا به کار قبلیش بهتره. خدا رو شکر، خوشحالم که میشنوم واقعا. خیلی آره خیلی خوشحالم. درسته که ما مثلا عجله میکردیم، سر نمیکردیم، ولی به لطف خدا و دعاهای شما بالاخره بعد 15 سال که شغلشو میخواست عوض کنه، خیلی سخت بود، بالاخره خدا لطف کرد دیگه به زندگی ما هم. خدا رو شکر. در ایمان همینطورم استوار بشید، خب وقت بدید. ممنون پدر جان. بله لذت داشتم. بذارید برکت هم تو بیاد. خدا نبود، دعای شما نبود. خیلی ممنونم پدر جان. بازم دعا کنید برای زندگی ما، ما که خیلی ایمان داریم به شما. خدا رو شکر. به خدا خدا رو شکر عزیزم. همینطور در ایمانتون استوار، شاگردان خوب پیش برید. بذارید خدا من جلال کنه. پدر جان بازم دعا کنید. حتما میدونم، حتما میدونم. خیلی ممنونم از لطفتون، خیلی دلمون تنگ شده بود. منم همینطور، خوشحال شدم صدا تو شنیدم. خیلی سلام برسون. مرسی وقتتون رو گرفتم. چقدر امانوئل سلام برسون به پدر جان. خیلی سلام. تشکر میکنم ازتون به خاطر دعایی که کردیم برای حق ما. خواهش میکنم. به حال همیشه ممنون. به مادر مریم هم سلام مخصوص برسونید. مرسی حتما داره میشنوه. ممنون از لطفتون. مرسی. بهتون بخیر پدر جان. شبت بخیر. موفق باشی. خوشحال شدم. خدا حافظ. پیام آرامش بفرمایید. الو الو الو. خب بریم روی سوالا. خب گفتیم که برای الو صدای تلویزیون رضا جان کم کن. الو درود بر کسی جان. مرسی عزیز، حالت؟ شبت بخیر. البته اینجا شبت، حالا اونجا فکر کنم روز باشه. آره شما الان نیمه شب، این ما صبح. اینجا ما نیمه شب، حالا اونجا نمیدن، فکر کنم صبح شما باشه. اینجا زور ماست دیگه، ما دیگه یک زور شما. آره بفرمایید در خدمت. شب و روز ولش کن. آره
پیچ از این به پیام آرامش حتما حتما ما که دیگه امید خونه امیدمون کشیش امید و کشیش سقراطی عزیز و پیام آرامشه. خدا رو شکر. کشیش جان یه سوال داشتم خدمتون. جان بگو رضا جان. یه اطرافیان یه مقداری از زمانی که فهمیدن ما مسیحی شدیم حالت سوء استفاده میخوان بکنن. خب از اون طرف هم کلام خدا میفرماد که همچون مار هوشیار و عین کبوتر بی آزار باشیم. ما وظیفمون چه در قبالشون چیکار باید بکنیم؟ همونطور با حکمت. انتظاراتشون زیاده. ببین با حکمت، چون میگم کلام خدا میگه فرزندان تاریکی باهوشتر از فرزندان نوره، پس باید هوشیار باشیم، مراقب باشیم که سوء استفاده نکنن از ما، از سادگی ما. چون وقتی میبینن ایمان آوردی حالا با سادگی قبول میکنیم، اینا هم سوء استفاده میکنن از محبت کردن، از نمیدونم خیلی چیزهای دیگه. ولی باید حواسمون باشه، با حکمت دعا کنیم و با حکمت رفتار کنیم. زمانی که ما قرار دروغ نگیم، صداقت داشته باشیم، همه این راه رو انجام میدیم، اینا انتظارهای دیگه یه زمان داره، وقتی هم انجام نمیدیم به رخ میارن. پس شما چه مسیحی هستیم؟ نه مسیح نگفت که دروغ بگو. نه تو ببین رضا جان، وقتی وایسی رو حقیقت، بذار هزار نفر بگن بابا چه مسیحی هستی، من حقیقتو میگم، محبت کردن هر چیزی در حقیقتش در چارچوب کلام خدا، بذار هر چیزی میگم بگم. ولی این نیست که بیان جیب ما رو بزنن، نمیدونم مال ما رو ببرن، بگن تو چه مسیحی هستی، بس اون پولات نیم جایی ببرن. آه دقیقاً کشیش جان همین است که میفرمایید، همچین انتظاری دارم. نه اینا این از این انتظار رو زیاد دیدیم ما، و اینه که نه دعا کن، خدا خودش در قلبت میذاره اون شادی و آرامش و اینا. اینه که همینطور روی احساسات نرید جلو. آره عزیز من، این تو گوشم رفته کلام خدا میفرماد عین مار هوشیار مثل کبوتر سایه باشی، بی آزار باشی. حالا اگه میخوایم این راه را ادامه بدیم، اطرافیان این قوم بنی اسرائیل خصوصا میان. خب اینا هستن، اینا مردم هستن، همیشه همین بوده همیشه همین بوده عزیزم. اینه که در خواستان وقتی ما چیه، مثلا کسی بوده پول دستی از ما گرفته، نتونستم دروغ بگم، بگم نه مره. بهش دارم دو روزه قرار بوده بده، جزی هم هستا از این وقت کلام میفرما اگه مالتون دادید ادعا نکنید، ولی از اون طرف بابا داز رنگیش میشه. خواستم اینم ما بگیم نه همو اولش رو عطر نیستیم، یا بدیم و قیدش رو بزنیم داری حقیقت رو بگو. وقتی احتیاجت هست، وقتی شخص رو میدونی آدم حقوق بازی معتاد فاسمان پول میخواد بگیر، میدونی نمیده، اون نده بشه. چرا باید بدی که باید بیفتی دنبالش، باید اونم از آیه استفاده بکنه برات. آره بعدم که ادعا میکنیم با طلبه اونم خواهیم، میگه پس مسیحی که گفته اون جدی پشمت مسیحی هستیم. خب اینا آیه ها رو خوب بلدن، اون بخشش و بخشندگی و نمیدونم دیگه به بخش و این بر زدن اون بر بیا، اینا رو خوب آیه ها رو بلدن. ولی موقع عمل که میشه، وقتی میگه بیا قلبتو بده به مسیح، میگه نه من مسلمونم، این چیزا رو دارم، من مسلمانم، من باید دارم مسجد. آره. شما بیدینید نه، تو اون چیزی که خدا هدایت میکنه، خداوند روح خدا در ما هست، خدا هدایت کرد بده، نه نده دیگه. این نیست در مسیحیت چیز نداریم که اجبار باشه، واقعا باید ببینیم. اون حکمت اینه که حکمت وقتی نگاه میکنه، الان میلیون ها نفر پول میخوان یا احتیاج دارن، ما که نمیرسیم به همه، بعد بگم واسه چه مسیح شما هستید، واسه کن به ما نمیدونم گرسنه این پول نمیدید فلان ندی. ما به یکی احتیاج به کمک داشت، گفت بچه‌ام مریضه اینجوری اونجوری کمک کن فلان، ما هم دل مسخره کنیم باش، به یکی از این بچه‌ها گفتیم کمک کرد، بعد اومد گفت حالا اجاره خونه ندارم، اجاره خونه بده فلان بده، گفتیم بیا حالا. بعد فهمیدیم که بعدا متوجه شدیم که نه دروغ. اینه که عزیزان مراقب باشید، چون میگم با احساسات میان جلو، عشق میریزن، نمیدونم
بعضی هم که واقعا احتیاج داره آدم شک میکنه، چون دنیا الان دنیا خراب شده، به یکی پول میدی اونی جیب دم زده. باز دقیقا حالا اینکه مال دوستان اطرافیانم، الان دقیقا دختر خود من قضیه خانمم که برادون تمام مزاحمه دون میشدم، دعا کردم، طلب دعا کردم که به فیض خدا نتیجه داد. خدا رو شو که واقعا ممنون داره خدا و عیسی و مسیح و دست شما هم درد نکنه. خواهش. بعد از شفاعت و ایناش که حالش بهتر شد، گفت که چند روزی ببریم شمال به دو هدف، یکی این که رویش عوض بشه و یکی هم بتونم غسل تعمیدش رو بدم. تو اینجا نشد اسفان، آره، هر وقت دو سال کرونا بود و اینا مریض بود نمیشد. دختر خود من الان من حدود یک ماه قهر کرده با دامادم. آها. ایشون انتظار داشتن که ما اینا رو ببرمشون، شوهرشون نمیخواست بیاد، میگفت دختره با نوه رو برد و بره، گفته با مادرتون تازه از تخت بیمارستان اومده پایین. درست. یه جعبه دارو دنبالمه، هوا هم گرم بود. درست. جامونم تنگ بود، بعد یه ماشین داشتیم، گفتیم دو تا ماشین رو بردارید برید، هزینه شو من میدم، بعد شما برگشتیم از مهمون باشین، خواستیم بدینم 6 ماه دیگه بدیم. ولی اینا تقبل نکردن، هدفشون این بود که دختر و نوه رو ما با این خانوم هم که مریض احوال بود بردارم برم، که من صفا دیگه رو گذاشتم کنار، گفتم بابا شرمنده، من مسئولیت نمیتونم تقبل کنم، از این شهر به اون شهر میخواییم بریم بتابیم بگردیم، مریضی از جا تنگه نمیشه برحال یه نه که گفتیم، حالا برامون داستانش کردن که بابا این سه مسئولیت اینا خودشو برو بلش کن، از این حرفا زیاده، برای مسیح هم میزدن. آره الان یک ماه رفت آمد نمی کنن، توقع بیجا، انتظار بیجا داشتن، درده که ما یک کلمه گفتیم با مسئولیت من نمیتونم تقبل کنم. حقیقت بگو، نمیتونی بگو، نمیتونم، تموم شد رفت، بذار ناراحت بشی، وقتی نمیتونی دیگه. آره الان یک ماه پیغام دادن که بابا این هم ادام مسئولیت میکنن. آره چه مسیحیت است که گذشت نکرده فلان نکرده. نه عزیزی بود همینطور این طرف قضیه میبینم. آره عزیزی بود همینطور، برای نوش همینطور اومد دل سوزون، مسیحی بود افلک، خونش رو گروه گذاشت، بعد گذاشت و نوش فرق رفت ترکیه، بعد بگی آقا چه مسیحی هستی، حالا خونه اون بیچاره افتاده همجوری رو هوا. برای ما معما شده، گفته اینا با کشی صورت در جریان بذاره راه نمایی میکنه. از اون طرف میگن که خود کلام خدا میفرماد اینه مار هوشیار باشید. نه باید مراقب باشید، من مراقب باشید که میگم میان با آیه میان جلو، باید خودتون باید هوشیار باشید، مراقب باشید و تشخیص بدید این شخص سابقه خوبی داره نداره، چون اینجوری بعد یه دی جیبت زد و پولت هم گرفت، بعد آخرش هم میگه یه آبم روش. خوشحال شدم رضا جان، خوشحال شدم، قربونت برم، ممنون، فیض و برکت خدا با شما باشه، سلام هم با کشیش هم اینجا برسونه، این موفق هم عید باشی. حتما نجام، موفق باشی. پیام آرامش بفرمایید. سلام محمود عزیز از بوشهر، درسته؟ احسن محمود جان، بذار من یه دقیقه گوشی نگه دار، بذار من تلفنت بگیرم، تو من اون دفعه نگرفتم یادم.
بذار گوشی رو بذارم روی اسپیکر. صدام داری؟ آره آره صدا دارم. اوکی ایزم بگو ایزم. بگرد برام دعا میکنی که کتاب انجیل به دستان برسه؟ آره ایزم دعا میکنم برات. برام دعا بکنی که کتاب انجیل به دستان برسه. حدیقه شد بعد شوال که بگارم بگرد نیم ساعت کلام خداوند بخونم. اوکی مامو جان. مامو جان بوشه رسی گفتی نه؟ آره چون ما کتاب چون ما گوشی لمسی ندارم که بترم مثلا از که گوشی بیارم باره. متوجهتم. برام دعا بکن تا کتاب انجیل به دستم برسه. من خودم اونجا بودم برات می آوردم ولی میدم سفارش میکنم حتما برات بیارم. باش حتما سفارش بکنم. آره عزیزم به دعا میکنم به فیض خدا. خدا رو شکر برگوی. خب بس دخترت چطوره؟ خوبه؟ خدا رشه ماشاءالله خیلی بهتره. شکر خدا خداوند در نام مقدس عیسی مسیح اصلا خیلی بهتر شد. خیلی بهتر. خدا رو شکر. خب محمود جان من بیام به من نون داغ به من میدی؟ ها؟ میگم نون میپزی دیگه درسته؟ آره من نون یه کار میکنم. خب من بیام اونجا به من خارج از صف به من نون داغ به من میدی؟ نه همه پیش خداوند یکسانن. آفرین خدا رو شکر. معلوم بگه در خداوند داری خوب روش میکنی و دعا میکنم. بذارتی تا اونجه که بترم یعنی مثلا یه آدم آشنه که خواهی هست تعیین میکنم که سبکا سب رایت رو نخواهی که یکی ناراحت رو یکی بخواد دلخواه رو. آفرین. پارتی بازی نکن. بذار محمود ما رو همجور که هست ببینن. آره تا اونجا که بترام سعی میکنم نواوی که مثلا بخواه خداوند بخواه وم ناراحت و بخاطر چیز بود. خدا رو شکر عزیزم. اگر تو اصفان بوشر بیناد خیلی خوبی یا خود یا کشیش امید و اینکه خیلی ایمان داره مطلق خیلی اینکه کلام شما رو نمیفهمن. درسته میدونم. الان داغل و بوشه که از هم بزنم به ندرت شبه که شما رو داشته باشن که مثلا بفهمن. آره میدونم. خیلی ما ایمان داری تو آیسی مثلا ایمان داری تو قرمون نخواهد داغل و بوشه که مثلا بشناسمه که بفهمم مثلا ایمان دار بود. اوکی ایزم بس چیز میکنم ببینیم حالا تو بوشهر هم بچه ها باشن با هم باشید خوبه تماس بگیرید. آره سعی که حتما برام یا خود اگر که بیسر آقای برام بفرست یا حتما برام دعا بکن. دعا میکنم دعا سعی جاش خواهد بود. تو رو مخصوص دوستتون داریم دیگه چیکار کنیم از بوشهر. خدا شکر برای ایمان ساده‌ای که داری. واقعا دعا میکنم که خادمی بشی که بشینی اونجا افراد رو دعوت کنی برای عیسی مسیح. به امید خدا. چون ایمانی که تو داری من دارم میبینم واقعا اشتیاق و اون سادگی در تو هست که واقعا من دارم میخوام بعضی وقتا تو خونه مثلا بعضی مقیل به اون اصلا دارم میخوام پنج دقیقه این کلام خداوند حداقل در روزی یا روزی یک خطشان داخل مغزم بشینه برام خیلی با ارزشه. آجا من اونجا شب و روز بشینم تو گوشت همینجور برات میخوندم. دعا میکنم به خدا برکتت بده زندگی تو رو و حتما پیگیر میشم برات. یک شاگرد خوب ازت در میارم. اصلا حتما چقدر برام پیگیر و خیلی برام مهمه چی بود. خیلی خدا رو شکر. باش اصلا حتما یه ایماندار باید کتاب انجیل تو خونه اش داشته باشه. وقتی نداشته باشه اصلا که یک چیز درسته. این بیدینا اگه برن ایران پر از کتاب مقدس میشه. ولی خب آفرین اصلا نموش اصلا بیشماره اصلا زیاده متاسفانه نیست چون
چون میگم دیگه دنیای شریریه و وقتی یه چیزی که دروغه میخوام بگن این دروغ اصل اینه، ولی نه، دروغ وقتی باشه مشخص میشه و مسیح هم گفت و از میوه هاشون میشناسی، میوهش مشخصه دیگه، ولی اون که مسیح میشه میوهش مشخصه. فرحقه نمیلن. خدا رو شکر برای ایمانت محمود جان. خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم تو زنگ میزنی باور کن آروم میشم. آره من بنا میشم. سلام و خانواده هم داره. مرسی. بذاره کسی شنی رفت مسافرت. بذاره کسی شنی رفت مسافرت نه؟ ما به فیض خدا فعلا مرخصی دادیم. آره. مرخصی اجباری. خدا رو شد. خوشحال شدم مامو جان. ممنون دارم. ممنون دارم. سدیار. ممنون دارم. بسه درد نکنه. مرسی عزیزم. مرسی پسر. در نام و مقدس ایسا آمین. خدا رو شد. آمین. خدا رو شد. بریم این سرودم بشنویم برگردیم. خدا رو شکر. امیدوارم لذت برده باشید و سوالاتتون هم جواب دادیم به فیض خدا. هر هفته این سوالا یواش یواش دیگه کم و کم و کمتر بشه، بتونید بالغ بشید، رشد کنید در ایمان. و خدا رو شکر میکنیم که خداوند هر روزه فرزندانش رو حفظ میکنه. اینه که در ایمانتون همچنان استوار بشید دیگه. امیدوارم که برکت گرفته باشید تا به فیض خدا که بتونیم دوباره باز این هفته گفتم در خدمت شما خواهم بود. به فیض خدا که بتونید در ایمانتون همینطور رشد کنید از کلام خداوند، از آنچه که برنامه خوبی رو برای شما بذاریم که سرتون هم گرم باشه، لذت ببرید و اینه که برای ما همیشه در دعا باشید، ما هم برای شما. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت پدر و شراکت روح القدس با جمعی ما باشد و بماند تا ابدالآباد. آمین. آمین. و یادتون نره این شبکه رو، این کمک های مالی شما میتونه ما رو تشویق بکنه که بیشتر در خدمت شما باشیم. پس شبکه پیام آرامش رو واقعا با هدایا، با دهیک ها به خداوند ثابت کنید که در اطاعت کامل او را، همچنان که شهادت ها رو شنیدید که چطور وقتی برکت میاد تو زندگی شما خداوند وقتی اطاعت میکنید. به هر حال موفق باشید. بریم این سرود رو بشنویم و برنامه رو ببندم.